لایف برگزار میشه. ممنون. درود و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه همکاران و فعالین حقوق بشر و همچنین عزیزانی که ما رو در فضای مجازی دنبال میکنند و علاقمند به حقوق اولیه همه انسانها در همه جای دنیا هستند. امروز یک شنبه 9 اکتبر برابر با 17 مهر ماه 1401 ساعت 13 به وقت اروپای مرکزی در حال برگزاری جلسه نمایندگی اروپا کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هستیم. در بخش اول گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران توسط سرکار خانم لیلا رمضان ارائه میشه و بعد از اون سرکار خانم فیروزه دهبزرگی بررسی هدف 14 از سند 23 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی رو ارائه خواهند داد. بعد از اون آقای سپهر رضای شایان در مورد اعتراضات سراسری در سال 1401 سخنرانی خواهند کرد. همچنین آقای حمید رضا تقی‌زاده در مورد جنبش زنان بعد از انقلاب سخنرانی خودشون رو ارائه خواهند داد و بحث آزاد در رابطه با حق برابری و حق اعتراض هست. مسئول جلسه خودم مهرداد یگانه، منشی جلسه سرکار خانم نادیا مشرف، ادیت و ضبط صدا نادیا مشرف و محمد حسام فانی و ادمین ها خانم مینا آقابیگی و آقای حسن حمزه‌زاده هستند. خانم رمضان اگر که آماده هستید لطفا دستتون رو بلند کنید تا مایک برای شما آزاد بشه. صدای من هست؟ با درود و احترام اصلاحی میکنم صدای من هست؟ بله بله بفرمایید. سپاس از شما آقای یگانه عزیز. با درود و احترام خدمت شما همراهان و میهمانان گرامی، با گزیده ای از گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در خدمت شما هستم. گزارشی از نقض حقوق کودک و نوجوان در جریان اعتراضات مردم ایلام به قتل دولتی مهسا امینی، 4 دختر نوجوان و جوان اهل ایلام به نامهای نیلوفر قاضی، سارا شیردل، مونا مروبتی و الهه مومنی از 3 روز پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر ایلام بازداشت شدند. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگام، نیلوفر قاضی 17 ساله، الهه مومنی 16 ساله، سارا شیردل 18 ساله و مونا مروبتی 20 ساله غروب چهارشنبه 30 شهریور 1401 در جریان اعتراضات مردم ایلام بازداشت شدند. به گفته یک منبع مطلع، خانواده های این 4 دختر طی چند روز گذشته پیگیر سرنوشت فرزندانشان شدند، اما هیچ نهادی به آنها پاسخگو نبوده است. گفتنی است که نیلوفر قاضی از بیماری آسم رنج می‌برد و از 4 روز پیش به درمان به داروهایش دسترسی ندارد و همین منجر به نگرانی خانواده اش شده است. منابع هنگام گزارش دادند که این 4 دختر به همراه چند دختر دیگر بازداشت شده و به بازداشتگاه ستاد شاهد واقع در بلوار خبرنگاران ایلام منتقل شدند. گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو. بر اساس این گزارش، سه‌شنبه 5 مهر ماه جلیل آرام، فرزند گل محمد، دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان و اهل کنارک توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. جلیل آرام به دلیل گذاشتن استوری فراخوان برای شرکت در تجمع اعتراضی نسبت به تجاوز به یک دختر 15 ساله توسط فرمانده نیروی انتظامی چابهار در صفحه شخصی خود پیش از شروع اعتراضات مردمی در چابهار بازداشت شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعاتی در دست نیست. گزارشی از نقض حقوق پیروان ادیان.
روز چهارشنبه 6 مهر 1401 عنایت الله نعیمی شهروند بهایی ساکن اصفهان و برادر عفیف نعیمی از اعضای سابق مدیران جامعه بهایی ایران موسوم به یاران ایران توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. ماموران ضمن تفتیش منزل، محل کار و باغ این شهروند در حومه اصفهان برخی از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه و لپتاپ وی را ضبط کرده و با خود بردند. یک منبع مطلع در خصوص وضعیت سلامتی آقای نعیمی به هرانا گفت وی سال گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفته و حال مساعدی ندارد. با این حال علی‌رغم وضعیت جسمانی نامناسب توسط ماموران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. تاکنون از محل نگهداری و اتهامات مطروح علیه این شهروند اطلاعاتی در دست نیست. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخص حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. گزارش دیگر از نقض حقوق زنان. پیکر بیجان نیکا شاکرمی، دختر 17 ساله‌ای که در تجمع 29 شهریور 1401 در بلوار کشاورز تهران مفقود شده بود، صبح روز 8 مهر ماه به خانواده‌اش تحویل داده شد. سارینا اسماعیل زاده 16 ساله در جریان اعتراضات در شهر کرج در استان البرز در 1 مهر ماه 1401 پس از ضرب و شتم شدید توسط نیروهای امنیتی باباتوم از جمله در ناحیه سر جان خود را از دست داد. دینا راد فعال سینمایی و فضای مجازی که روز چهارشنبه عکسی از او بدون حجاب و در حال خوردن صبحانه در یک رستوران در تهران منتشر شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. دادستان تهران با تمدید مرخصی نسرین ستوده مخالفت کرده است. نسرین ستوده وکیل حقوق بشر و فعال اجتماعی به جرم دفاع از معترضان به حجاب اجباری به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. از سوی دیگر سوگند کردافشاری، خواهر سبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرشک ورامین نیز در توییتر خود از ممنوعیت ملاقات خواهر خود خبر داد و نوشت هفته ای 3 ساعت تو راه رفت و برگشت به قرشک برای 20 دقیقه ملاقات تو مخروبه‌ای که اسمشو گذاشتن ندامتگاه شهر ری می‌گذرد. اون 20 دقیقه هم از سر و تهش میزنند و اینقدر که هیچ کس اعتراض نمیکنه جواب اعتراض به کم شدن زمان ملاقات میشه ممنون ملاقاتی. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، خانم کردافشاری روز شنبه 25 دی ماه طی ابلاغیه ای از محرومیت حق داشتن ملاقات به مدت 2 هفته مطلع شد. حکم ممنوعیتی که گفته میشود بدون برگزاری جلسه شورای انضباطی صادر و اجرایی شده است. سبا کردافشاری ابتدا در دادگاه انقلاب در مجموع به 24 سال زندان محکوم شد، اما این حکم اسفند ماه سال گذشته در دادگاه تجدید نظر به 7 سال و نیم زندان کاهش یافت. این فعال مدنی آذر ماه 1399 از زندان اوین به زندان قرشک ورامین منتقل شد. گزارشی از نقض اقوام و ملل. در پی درگیری‌های شدید روز جمعه 8 مهر ماه در شهر زاهدان در سیستان و بلوچستان، کانال رسمی تلگرامی منصوب به امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار ویدیویی توضیحاتی را به روایت او درباره این حادثه منتشر کرده که در آن مولوی عبدالحمید ضمن فاجعه خواندن این حادثه بر ضرورت محاکمه مجازات کسانی که مردم را کشتند تاکید کرده است. امام جمعه اهل سنت گفته است اکثر تیرها به سر و قلب نمازگزاران شلیک شد و مشخص است که کار تکتیراندازها بوده است. آقای عبدالحمید درباره نحوه وقوع این حادثه گفته دقایقی بعد از ادای نماز جمعه در حالی که برخی از نمازگزاران در مصلا در حال دعا و نیایش بودند صدای تیراندازی شنیده شد. بعداً مشخص شد که تعداد معدودی از جوانان کم سن و سال بعد از ادای نماز مقابل کلانتری که نزدیک مصلا واقع شده تجمع کرده و شعار دادند و تعدادی هم از این جوانان به سمت کلانتری سنگ پرتاب کردند. به گفته او بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده، نیروهای یگان ویژه که ظاهراً از قبل در کلانتری مذکور مستقر شده بودند، اقدام به شلیک گلوله‌های جنگی به سمت مردم می‌کردند و در این بین نه تنها به سمت جوانانی که در مقابل کلانتری تجمع کرده بودند، بلکه از روی ساختمان کلانتری به داخل محوطه مصلا و به سمت کسانی که در حال ادای نماز بودند شلیک می‌کنند و در قسمت مردان و زنان گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند، به طوری که یکی از زنان نمازگزار هم به شهادت می‌رسد.
امام جمعه اهل سنت گفته این در حالی است که هیچ یک از افراد داخل مصلی هیچ گونه شعاری نداده بودند. او همچنین افزود در ادامه این درگیری ها افراد مسلح لباس شخصی که بر روی پشت بام منازل مستقر بودند به سمت مردمی که در حال بازگشت به خانه های خود بودند تیراندازی می کنند و اکثر این تیرها به سر و قلب این نمازگزاران شلیک شده و مشخص از کار تکتیراندازها بوده است. آقای عبدالحمید این حادثه را ظلمی بزرگ خوانده که در نوع خودش بی سابقه است. امام جمعه اهل سنت ضمن انتقاد از بی تدبیری ماموران نیروی انتظامی گفت چرا نیروی انتظامی از امکاناتی نظیر گاز اشکاور و تیرهای پلاستیکی برای متفرق کردن مردم استفاده نکرده و سبب وقوع فاجعه شده. به گفته امام جمعه اهل سنت بیش از 40 نفر از افراد نمازگزار در این حادثه به شهادت رسیده و بیش از 100 نفر هم مجروح شدند. این اظهارات در حالی بیان شده که مقامات سپاه پاسداران از گرفتن انتقام سخت از تروریست ها گفتند و حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته تهدید کرده که گرفتن انتقام خون شهدای جنایات جمعه سیاه زاهدان در دستور کار ما قرار دارد. گزارشی از نقض محیط زیست. معاون محیط زیست استان کرمانشاه گفت تالاب 405 هکتاری هشیلان که یکی از منحصر به فردترین تالاب‌های غرب ایران به شمار می‌رود به طور کامل خشک شده است. تالاب هشیلان به لحاظ قابلیت‌های زیستی و منظر زیست‌بومی اهمیت ویژه‌ای دارد، هرچند که خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها در خشک شدن این تالاب بی تأثیر نیست، ولی یکی از مهم‌ترین دلایل خشک شدن این تالاب عدم مدیریت مناسب منابع آبی به ویژه در بحث چاه‌های غیر مجاز است. کاهش بارندگی ها از سوی بهره برداری های بی رویه از منابع آبی رودخانه ها برای امور کشاورزی و چاه های مجاز و غیر مجاز در استان موجب تنش های آبی شدید در بیشتر مناطق استان به ویژه تالاب هشیلان، رودخانه ها و سراب های تامین کننده آب این تالاب از جمله سراب نیلوفر شده است. میزان بارندگی سال زراعی گذشته از متوسط سالیانه 450 میلیمتری به 250 میلیمتر کاهش یافته که این امر در خوشبینانه ترین شرایط میبایستی بخشی از این تالاب را خشک کند، ولی متاسفانه مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی این تالاب را به طور کامل خشک کرده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان از دستگیری 8 متخلف زیست محیطی در استان و کشف سلاح گرم از آنان خبر داد. علی سالاروند در جمع خبرنگاران اظهار داشت طی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست این اداره کل در طول هفته گذشته در سطح مناطق تحت مدیریت استان 8 نفر متخلف زیست محیطی را قبل از هر گونه اقدام به شکار دستگیر کرده و آنها را 8 قبض سلاح کشف و ضبط شد. گزارشی از نقض هنر و هنرمند. محمود شهریاری مجری سابق صدا و سیما دفعه اعلام جرم علیه برخی از سلبریتی ها به جهت تشویق به اغتشاش و همصدایی با دشمن با صدور دستور قضایی بازداشت شد. اسقر سائی پور شهروند ساکن تبریز را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. هنوز از اتهامات وارده به این شهروند اطلاعاتی در دست نیست. یلدا معیری عکاس معروف خبری و عضو انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران در جریان اعتراضات سه‌شنبه 29 شهریور در تهران بازداشت شده و به زندان قرشک در جنوب تهران منتقل شده. محمد طارمی خرم عکاس و فعال مدنی به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد. مهناز محمدی نویسنده و کارگردان روز دوشنبه 28 شهریور به دنبال شرکت در تجمعات اعتراض به جان باختن مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. نیلوفر حامدی بیشتر ویدیویی از تیراندازی یک مأمور گشت ارشاد به یک زن و شوهر در پارک فریزان تهران مربوط به 8 اردیبهشت منتشر کرده بود. هنوز مشخص نیست بر اساس چه اتهامی این روزنامه‌نگار بازداشت شده است، ولی بنابر اخبار رسیده نیروهای امنیتی صبح روز پنجشنبه خانم حامدی را در منزلش در تهران بازداشت کردند. خانم حامدی پس از انتشار خبر انتقال مهسا امینی به بیمارستان کسرا در تهران از اولین کسانی بوده که در آنجا حاضر شده بوده و اطلاع رسانی کرده بود. یک فعال میراث فرهنگی با انتشار یک عکس از پاره شدن تابلوی نفیس گربه و قفس قناری اثر کمال‌الملک نقاش برجسته دوران قاجار در کاخ گلستان تهران خبر داد. زمانی که از مسئولان کاخ گلستان در این باره پرسیده است، آنها ابراز بی اطلاعی کرده و یکی از آنها گفته است این تابلو شاید هنگام آویختن به دیوار با میخ پاره شده است. تاکنون اخبار متعددی از بی توجهی به آثار تاریخی و باستانی در ایران
به ویژه در چند سال گذشته منتشر شده است که از آن جمله می توان به مفقود شدن تابلوی چهره مظفرالدین شاه قاجار اثر کمال الملک اشاره کرد. گزارشی از نقض حقوق کار و کارگر. در روزهای اخیر بازنشستگان در تماس‌هایی از ناتوانی در دریافت نسخه الکترونیکی در برخی از شهرهای کشور خبر دادند. ظاهرا به دلیل کندی و اختلال اینترنت در برخی مطب‌های پزشکان و کلینیک‌ها نوشتن نسخه الکترونیک امکان پذیر نیست. محمد علی براتی فعال صنفی بازنشستگان در این رابطه می‌گوید در روزهای گذشته بازنشستگانی که به کلینیک‌ها و مطب‌های پزشکان مراجعه کردند عموما با این جمله مواجه شدند که نسخه قطع است یا بسیار ضعیف است و نمی‌توانیم از نسخه الکترونیکی استفاده کنیم. بازنشستگانی که نیاز به داروهای خاص دارند تا یا از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند ناچار شدند پول داروها را آزاد حساب کنند که هزینه بسیار سنگینی است. تعدادی از کارگران شهرداری یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد گفتند در ادامه بی‌توجهی مسئولان شهری به پرداخت مطالباتمان از مسئولان استانی درخواست کردیم به وضعیت 6 تا 9 ماه مطالبات معوقه ما رسیدگی کنند. این کارگران با اشاره به اینکه شهردار اذعان کرده که شهرداری دچار مشکلات مالی است و سالهاست در دریافت عوارض ساخت و ساز و سایر طلبهای خود از برخی از ادارات بخش خصوصی و سایر نهادهای دولتی مستقر در این شهر دچار مشکل است و نیز حدود 130 میلیارد تومان از چند نهاد دولتی و خصوصی مستقر در این شهر و برخی اشخاص حقیقی طلبکار است که هیچ کدام از آنها حاضر به پرداخت طلب خود به شهرداری نیستند. با این حال اگر شهرداری با کمک مسئولان بتواند طلبهای معوقه خود را وصول کند، توانایی پرداخت یکجای همه معوقات مالی و بیمه کارگران را خواهد داشت. و اما در خاتمه گزارش امروز، گزیده ای از نقض حقوق ورزش و ورزشکاران. ساغر آجیلی ملی پوش بسکتبال ایران که در صفحه اینستاگرامش بارها به حجاب اجباری اعتراض و ویدیوهایی از اعتراضات مردمی منتشر کرده، با انتشار یک استوری نوشت برای تمام مسابقاتی که تو کشورهای عربی انجام دادیم کتاب قرآن به زبان آنها بود. حجابشان اجباری نبود اما برای ما بود. یحیی گل محمدی در نشست خبری اظهار کرد حال دل ما خوب نیست و درباره بازی صحبتی ندارم. صحبت درباره فوتبال فایده ندارد. در این شرایط نمیتوانیم درباره بازی صحبت کنم. در روزهایی هستیم که اکثر مردم ناراحت هستند. امیدواریم بازی خوبی انجام بدهیم و حال دل مردم را خوب کنیم. عزادار همه عزیزانی هستیم که از بین ما رفتند. هم نیروهای پلیس و هم جوانان. همه بچه های این آب و خاک هستند. امیدواریم به زندگی عادی برگردیم. او ادامه داد ما نسبت به رأی کمیته انضباطی که بازی را بدون تماشاگر کردن اعتراض کردیم. باید درباره این موضوع کمیته انضباطی صحبت کنند. دفعه اعلام جرم علیه برخی از سلبریتی ها به جهت تشویق به اختشاش حسین ماهینی بازیکن سابق پرسپولیس با صدور دستور قضایی ساعات پیش بازداشت شد. حسین ماهینی در 2 هفته گذشته در توییتر خود با اعتراضات ضد حکومتی مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی اعلام همبستگی و همراهی کرده بود. عده‌ای از ماموران امنیتی به ویلای علی کریمی در لواسان هجوم بردند و دوربین‌های مداربسته را با خود بردند. این ماموران حکمی برای ورود نداشتند و حتی سرایدار خانه را مورد ضرب و شتم قرار دادند. جلال حسینی، کاپیتان پیشین و مربی کنونی تیم فوتبال پرسپولیس و جواد نکونام، کاپیتان پیشین تیم ملی و سرمربی فولاد، میلاد سرلک، هافبک تیم ملی فوتبال ایران، مرتضی پور علی گنجی، مدافع تیم ملی فوتبال ایران، رامین رضاییان، مدافع تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه اصفهان، علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، کریم انصاری فرد، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، همگی به دفاع از مردم ایران پرداختند و اعتراضاتشان را با پست گذاشتن و توییت کردن یا انصراف از ادامه فعالیت‌هایشان نشان دادند. و در پایان سخنانم از همراهی شما عزیزان بزرگواری که گوش جان سپردید و تا پایان همراه هم بودید و همینطور از جناب آقای مهرداد یگانه و سرکار خانم نادیا مشرف و دوستان عزیزی که در بخش ادیت و ضبط صدا و ادمین های محترم جلسه ما را همراهی کردند مراتب سپاس و تشکر خود را تقدیم می کنم. ممنون از حضورتون. به امید آزادی ایران. ممنون از شما خانم رمضان بابت گزارش های کاملی که دادین. اما باید بگم گزارشات به این صورت هست که خب متاسفانه ما گزارشات نقض حقوق بشر تو ایران خیلی زیاد داریم، یعنی هر روزه داره این اتفاقات میفته و ما سعی میکنیم که به صورت چکیده باشه و اونها رو اگر امکانش باشه که همیشه هست ما مقایسه میکنیم با
قانون اساسی ایران که خودشون نوشتن و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که امیدواریم حالا توی جلسات بعد بتونیم حجم کمتری از گزارشات ولی بررسی بهتری ازشون داشته باشیم. در هر صورت ممنون از شما که گزارش رو ارائه دادین، بسیار عالی بود. اگر که دوستان در مورد گزارشات نقض حقوق بشر در ایران سوال دارن و یا مطلبی دارن لطفاً دست بالا کنن. بله خانم آقا بگی، مایک برای شما هست. صداتون بسته است، ببخشید. سلام حضور همه همکاران گرامی. بله متاسفانه اخبار نقض که خیلی زیاده این روزها شنیدیم، اما متاسفانه یک کامنت کوچیکی میخواستم بذارم در مورد بعضی از اخبار هست که واقعا حالا شاید کسی ندونه، چون حالا این برای نزدیکای ما اتفاق افتاده. میخواستم خدمتتون عرض کنم که در مورد دوستان بهایی که خب همیشه مشکل داشتن و همیشه زیر ذره بین هستن تو ایران، خب علاوه بر اینکه خودشون مشکل دارن و همیشه دستگیر میشن به خاطر صرفا بهایی بودنشون، ما الان یه سری از دوستان هستن که مسلمون هم هستن به خاطر ارتباطی که با اینا داشتن، یعنی هم کلاسی هن، هم دانشگاهی هن، دوستن، هم محلی هن، صرفا به خاطر مراوداتی که با اینا داشتن توی این اتفاقات اخیر همه دستگیر شدن بدون هیچ جرمی، فقط به خاطر اینکه مراوده داشتن سپاه و وزارت اطلاعات اینا رو برده و مورد بازجویی قرار داده. و این واقعا هیچ توی هیچ اخباری اصلا عنوان نشده، فقط ماهایی که خودمون میدونیم این اتفاق افتاده، دوره برامون دیدیم این قضیه حقیقت داشته، یعنی واقعا بدون اینکه کسی جرمی کرده باشه. حالا چه اتفاقی براشون میفته و چه سوال جوابی میشه هیچ کس چیزی نمیدونه. میخواستم فقط اینو در مورد این اخبار نقضم اطلاع بدم. ممنون که ما رو در اختیارم گذاشتید. بسیار عالی از شما خانم آقا بیگی بابت مطالبی که ارائه کردین. دوستان در مورد اخبار نقض حقوق بشر اگر که سوالی ندارین، من دعوت میکنم از سرکار خانم فیروز ده بزرگی برای ارائه هدف 14 سند 23 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم ده بزرگی اگر آماده هستین لطف کنید دستتون رو بلند کنید. ممنونم آقای یگانه عزیز. من هم سلام مجدد عرض میکنم خدمت تمامی دوستان و همکاران عزیز و همینطور تمام عزیزانی که از این تریبون امروز در خدمتشون هستیم و راجع به حقوق بشر در ایران به خصوص در این روزها داریم صحبتهایی میکنیم، اطلاعاتی رد و بدل میکنیم و این در حالی هست که خب این روزها هممون حالمون خوب نیست و روزهای خیلی سختی و هممون چه خارج ایران چه داخل ایران داریم سپری میکنیم و متاسفانه همونطور که خانم لیلا رمضان لیستوار نام بردن و در مورد اخبارهای نقض حقوق بشر در ایران مطالبی رو ارائه دادن، اگر که بخوایم بهش بپردازیم لحظه به لحظه اینقدر خبرهای واقعا ناگوار و دردناک داریم هممون رصد میکنیم، پیگیری میکنیم که روزها ساعتها میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. و من از همین تریبون از همینجا واقعا از طرف خودم که به عنوان یک فعال حقوق بشر هستم افتخار میکنم و واقعا همراهی و همدلی خودم رو به تمام عزیزان و هموطنانم در هر کجای دنیا هستن رو اعلام میکنیم. و اینکه اگر که بخوایم برگردیم به ماه قبل که آخرین به اصطلاح جلسه‌مون بوده، هیچ خبری از این همه شور و دوباره اعتراضات سنگین تقریبا نبود یا کمتر بود و امروز کمتر از یک ماه شاهد هستیم که تمام دنیا، تمام جهان، تمام سیاستمداران، تمام شهروندان اروپا، آمریکا، حتی علاوه بر اونهایی که
مردمان حالا سیاسی یا مسئولینی هستند در جامعه بین الملل، مردم و شهروندان اروپا و آمریکا هم از وضعیت اسفناک و دردناک نقض حقوق بشر در ایران خوشبختانه آگاه دارن میشن و دارن اینها رو رصد میکنن و به واقعیت کریه و زشت جمهوری اسلامی دارن پی میبرن و از این بابت هم باعث خوشحالیه و امیدوارم که حتی کمتر از یک ماه که جلسه بعدیمون رو بخوایم برگزار کنیم شاهد پیروزی واقعا این انقلاب نسل جوان، این انقلاب و به آزادی رسیدن و رهایی مردم ایران از چنگ این ظالمان چنگال خونین واقعا شاهد باشیم. با این مقدمه من میرم سر اصل مطلب که امروز در مورد هدف 14 یونسکو مد نظر هست که این رو بررسی میکنیم و یه سری مطالبی رو که من آماده کردم خدمتتون بیان میکنم. هدف 14 یونسکو 2030 اعلام میکنه در مورد اقیانوس ها و دریاهای پایا که همه کشورهایی که به اقیانوس، دریاچه، دریاهای آزاد راه دارن خب قطعا جزی از اکوسیستم اون منطقه و قطعا جزی از اکوسیستم کل دنیا محسوب میشه و چرا که وقتی یک منطقه از جغرافیای کره زمین دچار مشکلی بشه بقیه قسمت ها رو هم خواه ناخواه درگیر میکنه. برابر این هدف یونسکو همونطور که اهداف دیگرش به سایر مواردهای دیگه پرداخته و تاکید کرده و براش داره تلاش میکنه، به خصوص برای بقا و توسعه به اصطلاح نگهداری، توسعه و حفظ این اکوسیستم یعنی دریاها، خیلی اون 196 کشوری که عضو این به اصطلاح اهداف یونسکو شدن و اون معاهده رو امضا کردن تقریبا همشون دارن واقعا براش تلاش میکنن. و خب من خودم به شخصه که حالا ساکن حالا هممون یکی از کشورهای اروپایی هستیم، وقتی که دوروبرمون نگاه میکنیم میبینیم که واقعا چقدر از زیرساخت‌های این جامعه‌های حالا اروپا دارن اصلاحاتی رو انجام میدن که لااقل کره زمین کمتر تخریب بشه یا این بخش تخریبی روندش کنتر و آهسته تر پیش بره، مخصوصا در قسمت حالا آبها و دریاها. خب از هر چیزی که بگذریم منحصراً بقا و زنده ماندن انسان ها در همه جای کره زمین 100% وابستگی مستقیم به آب داره. خب همینجور که میدونیم از ابتدای تمدن بشریت هر جا که رودخانه هایی بوده، آب بوده، دریا و دریاچه بوده، بشر انسان برای بقای نسل خودش تو اون منطقه ساکن میشه چون دسترسی به آب داشته و آب رو مایه حیات پی برده و بهش دست پیدا کرده. و بنابراین خب حالا بعدم کشاورزی رو یاد گرفته، بعدم کاشتن تخم و دانه رو یاد گرفته، بعدم و به همین ترتیب تشکیل روستاها و دهات و شهرها و تا به تمدن چندین حالا میلیون یا چندین هزار ساله امروزه میرسیم. بنابراین بخش مهم و بسیار اساسی زندگی انسان‌ها در روی کره زمین وابستگی به آب هست. من اومدم سه قسمت آب‌های ایران رو که یکی خلیج فارس و دریای عمان هست که در اصل به آب‌های آزاد دنیا راه داره، یک کمی راجع بهش مطالعه کردم و الان خدمتتون بیان می‌کنم. بعدش اومدم در مورد دریای کاسپین یا مازندران یا خزر اونو در نظر گرفتم و بعدش اومدم راجع به دریاچه ارومیه مطالبی رو جمع‌آوری کردم. چرا این سه تا؟ از نظر استراتژی خاورمیانه، از نظر سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، منطقه‌ای کشور ایران در جایگاه خیلی خیلی خاص و ویژه قرار داره.
چرا که از نظر اقلیمی آب و هوایی روی کره زمین نسبت به قطب شمال یا نسبت به خط استوا و همینطور با توجه به اینکه از تمام آب و هوایی که در کل دنیا هست ایران داره، مثلا در منطقه شمال واقعا اون پوشش سبز گیاهی یا بارندگی و برفی که ایران داره، دسترسی به کوهستان هست، اون قسمت مرکزش کویری هست، در قسمت جنوبش منطقه گرم و نزدیک به خط استوا از نظر آب و هوایی هست. ایران رو از نظر موقعیت اقتصادی، سیاسی، حتی اجتماعی و آب و هوایی واقعا در شرایط بسیار ویژه قرار میده. به خصوص این که خب ما دریاچه خزر در شمال رو داریم که از نظر اقتصادی، تجارت و خیلی مسائل دیگه حائز اهمیت هست. از نظر جنوب که خدمتتون عرض کردم و همگی میدونیم، به خصوص نواحی خلیج فارس و دسترسی به دریای عمان از طریق تنگه هرمز و دسترسی به آبهای بین المللی اقیانوس هند و به ترتیب به کل کره زمین، واقعا از نظر اقتصادی، از لحاظ تجاری بسیار موقعیت خاصی رو داره. حالا در داخل ایران هم همونطور که خدمتتون عرض کردم، به دلایل اون شرایط جغرافیایی ما هم کوهستان داریم، هم کویر داریم، هم جنگل داریم. یعنی اون مناطق معتدل آب و هوایی یا منطقه معتدل گرمسیری یا کوهستانی، اون تمام شرایط به اصطلاح خاص رو ایران دارا می باشه که وقتی که از اون بارش برف و بارش به اصطلاح بارانی که در مناطق کوهستانی اتفاق میفته، خب این رودخانه های شکل میگیره و موجبش دریاچه های شکل میگیره و تالاب های شکل میگیره که خب از نظر اکوسیستم اقلیمی، حتی از نظر کشاورزی، از لحاظ حیات مردم اون منطقه بسیار بسیار حائز اهمیته. حالا اون موقع که ما درس میخوندیم مثلا 30-40 سال پیش توی حالا دبستان راهنمایی، وقتی که کتاب جغرافیمون رو میخوندیم، میگفتن رودخانهای مهم ایران رو نام ببرید، دریاچه های مهم ایران رو نام ببرید. من وقتی فکر میکنم میبینم واقعا دریاچه هامون، دریاچه بختگان، دریاچه ارومیه، دریاچه تالاب انزلی و و و چقدر حالا 30 سال پیش خیلی برامون جالب بود که چقدر ایران دریاچه داره، چقدر ایران جغرافیاش واقعا خاص هست و چقدر مردم اون منطقه در رفاه اقتصادی هستن به دلایل دسترسی به امکانات کشاورزی اون منطقه. و خب طی این سالها که گذشت و این مسیر رو ما طی کردیم، به دلایل متاسفانه که هممون هم میدونیم، نالایق بودن خب اون مسئولین، به دلیل غیر متخصص بودن اون مسئولین و در رأس اون وزیر ساخت مهمتر، این که خب به جمهوری اسلامی متاسفانه حاکم هست به عنوان حکومت، دولت، قدرت در رأس این اسلام، در رأس این ایران اسلامی، اون توجه، اون بودجه، اون به اصطلاح نگهداری، رشد یا توسعه مناطق جغرافیایی متاسفانه اصلا مد نظر حکومت و دولت نبود. چرا که اون بودجه هایی رو که باید صرف بخش کشاورزی می شد، اون بودجه هایی که باید صرف اصلاحات به اصطلاح منطقه خاصی از ایران می شد، همش مصرف ایدئولوژی و مصرف حوزه های علمی و مصرف اون بقای خود دولت جمهوری اسلامی شده. من این مترین رو که الان خدمتون عرض می کنم در مورد خلیج فارس و دریای عمان هست که به اصطلاح همون قرارداد بین چین و ایران که در سال 1394 به نام همون قرارداد ترال که هممون ازش کم و بیش مطلع هستیم ایجاد میشه و استارت اولیش زده میشه. در سال 1399، یعنی تقریبا 5 سال بعدش، خب حالا با مخالفت و موافقت‌های مسئولین داخلی، با اتفاق نظر،
تصویب میشه که در همون زمان وزیر امور خارجه سابق محمد جواد ظریف در به اصطلاح سال 99 رسما تصویب میشه و این قرارداد واقعا ننگین ترال بین دولت چین و ایران بسته میشه که علاوه بر اون مسائلی رو که در مورد اقتصاد، سیاست، دفاعی، فرهنگی، قضایی، یعنی دستگاه قضایی منظورم هست و اینترنت، این موضوعات بینشون لیستوار قراردادی بسته میشه، یکی از بخشای مهمش در مورد اجاره دادن دریاچه و آبهای شمال بوده که باز من حالا متاسفانه چون این اخبارها باید از طریق خود سایت های ایران دنبال بشه به مطالب و اطلاعات موثق دست پیدا نکردم، چون خودشون هم دروغ میگن، خودشون هم هیچ اطلاعات درست و مستندی رو بیرون نمیدن و خب هرچی هم که خود نمایندگان مجلس، خود مردم اومدن ازشون خواستن که مواد اون به اصطلاح قرارداد رو بیان کنید، شفاف سازی کنید، خب شما با پول و سرمایه مردم دارین همچی کاری میکنین، اگر میخواین اصلاحاتی هم انجام بدین، اگر میخواین تجارتی هم بکنین، اگر میخواین در مورد حالا هر قسمت از ایران قراردادی هم با یک کشور دیگه ببندین، خب این حق مسلم مردمه که بدونن شما چی کار دارین براشون انجام میدین. ولی متاسفانه مثل همیشه دولت ایران خب زیر بار نمیره اون کاری رو که خودش میخواد پنهانی انجام میده و همه رو به فنا و نابودی میکشونه. خود آقای امیر عبداللهیان که وزیر امور خارجه فعلی هست از 24 دی 1400 میگه که این به اصطلاح قرارداد وارد فاز اجرایی میشه و به مدت 5 سال پتروشیمی چابهار، پالایشگاه بندر جاسک، به اصطلاح طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو، سرمایه گذاری در بخش معادن مس و سنگ آهن، همینطور سرمایه گذاری در بخش خط متروی 10 کلانشهرهای ایران و همینطور مرمت و احیای بافتهای تاریخی، بخش کشاورزی، شیلات، تبادل دانشجو، توسعه بخش بهداشت و درمان، همکاری در بخش فناوری و ارتباطات، اینا همش به اصطلاح تیترایی بوده که در این قرارداد ننگین ترال بین ایران و چین بسته شد که میگم بخش عمدش همون استفاده و اجاره دادن دریاچه خزر بود که نمیدونم حالا بعضی ها اینو دیدن یا نه که از طریق رسانه های خود صدا و سیما خود محمد جواد ظریف با وقاحت نشست جلو دوربین و از جواب سوال اون خبرنگار همچین تفره میرفت و که نه ما اینو عملا نمیدیم به چینو، ولی ما یه قسمتیشو میتونیم اجاره بدیم که اونها به بخش اقتصادی مردم منطقه در بخش شیلات و صید و ماهیگیری به ما کمک کنن، در حالی که واقعیت چیز دیگری هست. این در مورد به اصطلاح دریاچه حالا شمال و قرارداد ترال و همینطور در مورد جنوب من یه قسمتی رو که تونستم اطلاعاتی کسب کنم فقط راجع به این نگهداری امنیت حالا دریای عمان و خلیج فارس هست که فقط هر روز سپاه پاسداران خب قطعا اونجا حضور داره و در دست سپاه هست و بیشتر اخبارها در مورد این بوده که ما شناورهای خارجی رو دستگیر کردیم که دارن به اصطلاح سوخت قاچاق میکنن و خب به همونطور که هممون میدونیم اون منطقه جنوب ایران حالا چابهار، جاسک، بندرعباس و اون جزیره های بسیار ارزشمند مثل قشم، کیش، ابو موسا، تنب بزرگ، کوچک، اینا واقعا سرمایه های ملی ایران هستن که به خصوص از لحاظ گردشگری، از لحاظ صید ماهی و محصولات دریایی، از لحاظ نفت، گاز توی موقعیت خاصی هستن و همه اینها دست سپاه هست
و نه تنها برای امنیت، رفاه، رشد اقتصادی اون منطقه اقدامی نشده، بلکه همش در جهت منافع خود سپاه و دولت داره ازش استفاده میشه. حالا علاوه بر اون آلودگی آبهای جنوب، بماند که بعضی موقع هم اخبارهایی رو دریافت میکنیم که در مثلا سواحل ناحیه جزیره قشم یا در ساحل قسمت دریای بندرعباس چقدر ماهیا به خاطر ورود فاضلاب‌های شیمیایی از بین رفتن. یکی دیگه از اطلاعات و آماری که تونستم به دست بیارم این بود که باز در مورد دریاچه شمال بود و جدیداً اتفاق افتاده که دو سه روز پیش، یعنی در 14 مهر 1401، کشور ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان یه نشست اقتصادی رو داشتن در مسکوی روسیه و برای به اصطلاح یه سری معاهدات اقتصادی و تجاری در مورد دریاچه خزر به اصطلاح بین این چند پنج کشور تعهدات و رایزنی هایی شده. خب قطعا حوزه آبی کاسپین جمعیتی رو در حدود 300 میلیون نفر تو این منطقه با اشتراک فرهنگی گسترده‌ای به خصوص در حوزه تمدنی ایرانی داره که همین ویژگی باعث میشه که این منطقه به بازار بسیار بزرگی برای خدمات فنی و مهندسی، کالاها و همینطور مثل مصالح ساختمانی که بخوان بین این کشورها به صورت ترانزیت و صادرات یا واردات انجام بدن و همینطور قطعات خود رو، این منطقه رو به یک بازار بزرگ ترانزیتی و تجاری و اقتصادی تبدیل کرده. و متاسفانه باز به دلایل اینکه در این منطقه ناکارآمد اومدن مسئولین جمهوری اسلامی، همونطور که این منطقه از لحاظ تجاری، اقتصادی، ترانزیت و حمل و نقل کالا بین این کشورها میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و حتی این مناطق، من تا اونجایی که تونستم اطلاعات بگیرم متوجه شدم که واقعا دریای خزر به دلیل داشتن بزرگترین منابع گازی جهان خیلی منطقه خاصی حساب میشه. یعنی نه تنها در قسمت شیلات، صید ماهی در این منطقه، بلکه از لحاظ بسیار مهمتر و اساسیتر یکی منابع گازی جهان تو اون منطقه هست. و یکی دیگه این که از لحاظ ترانزیتی، از لحاظ تجاری بین این چند کشور بسیار منطقه خاصی هست که خب متاسفانه این منطقه هم به دلایل همون ناکارآمد اومدن مسئولین جمهوری اسلامی بسیار خود دریای خزر آسیب دیده. حالا یه سری جزئیات رو خدمتون عرض میکنم که این دلایل آسیب اون منطقه هست. ماهیان دریای خزر بهشون میگن رودکوچ هستن. تقریبا 80% این ماهیان رودکوچ هستن. رودکوچ به معنی این هست که وقتی یک ماهی میخواد تکثیر کنه یا تخم گذاری کنه، از اون دریا جهت مخالف آب شنا میکنه، وارد رودخانه های اطراف میشه که منشعب به دریاچه میشن، اونجا تخم گذاری میکنه و برمیگرده. ولی متاسفانه به خصوص این سالهای اخیر به دلیل مختلفی، به دلایل مختلفی از جمله برداشت بیرویه شن و ماسه در اون منطقه و ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها و از بین رفتن این مسیر مهاجرت ماهیان، متاسفانه این زیستگاه طبیعی اونها از بین میره. خب قطعا تأثیر بسیار وسیعی را میذاره در به اصطلاح تولید و تکثیر ماهی که مردم اون منطقه طبعا به دلایل شغلشون و به دلایل موقعیت جغرافیایی و زندگیشون وابسته به صید و ماهیگیری و ماهی هست. برابر این رفته رفته خب اقتصاد مردم، بنابراین به زندگی و امنیت مردم، معیشت مردم ضرر و زیان بسیار فاحشی وارد میشه که متاسفانه این مدت جمهوری اسلامی جز نابودی و نابودی اقتصاد، نابودی جغرافیا، نابودی اکوسیستم و و و چیزی رو برای مردم برمقان نیاورده.
طبق خود آمار به اصطلاح شیلات گفته که 35% کاهش تولید به اصطلاح ماهی های استخوانی رو نسبت به سال 99 داشتیم. یعنی الان 2 سال هست که داره میگذره، الان 1401، یعنی نسبت به 2 سال پیش به گفته خودشون 35% به اصطلاح تو اون منطقه ماهی های استخوانی کم شده. که خب البته حالا بعضی قسمت های اداری شیلاد یا خود مردم بومی اون منطقه اومدن یک تدابیری رو هم اندیشیدن که اومدن یک حوضچه هایی رو درست کردن یا صد به اصطلاح شهید رجایی که حالا اون منطقه قرار داره، اون قسمت اومدن این تخم و تکثیر ماهی ها رو در اون منطقه انجام میدن، بعد اونها رو خودشون مستقیما وارد دریاچه میکنن که بتونن تا حدی از روند تخریب دریاچه یا کاهش اون به اصطلاح ماهی ها جلوگیری بشه. از طرفی هم آلاینده های کشاورزی که نه تنها خاک رو آلوده کرده، بلکه رودخانه ها و دریاچه ها و دریاها رو هم به تبع تحت تاثیر قرار داده و همینطور انقراض برخی از نسل های ماهی رو به دلیل صید بی‌رویه باز بعضی مناطق متاسفانه شاهد بوده. مازندران، استان مازندران فقط 120 تا رودخانه اصلی داره که 23 تا رودخانهش منتهی به دریاچه خزر میشه که از نظر شیلات این حالا 23 تا رودخونه اهمیت و ویژه بسیار خاص و مهمی داره که متاسفانه به دلایلی که من عرض کردم این رودخونه ها هم خودشون تحت به اصطلاح تأثیر همون آلاینده های شیمیایی یا برداشت زیاد شن و ماس از اون منطقه یا ساخت و سازهای بیرویه به اصطلاح تهدید میشن به نابودی و اون بستر نه تنها رشد و تخمریزی اون ماهیان رو به خطر میندازه، بلکه 100% به اقتصاد، به معیشت و به حیات مردم اون منطقه هم ضرر میزنه و رفته رفته همین باعث کوچ مردم اون منطقه میشه. رفته رفته زنجیروار بسیار مشکلات اساسی و حیاتی رو برای مردم اون منطقه به وجود میاره. این تا این منطقه. حالا اومدم یه سری اطلاعاتی رو راجع به دریاچه ارومیه بررسی کردم و به دست آوردم و باز این طبق به اصطلاح آمارهایی که از خود دولت جمهوری اسلامی و رسانه ها و خبرگزاری ها بوده که به اصطلاح در قسمت گزارش آفتاب نیوز این مطالب رو من به دست آوردم. خب دریاچه ارومیه یه دریاچه هست که اولین و یعنی بزرگترین دریاچه آبشور در خاورمیانه و ششمین دریاچه آبشور در دنیا هست. یعنی اصلا خیلی واقعیت این موقعیت دریاچه اصلا انکارناپذیره که چقدر از اهمیت خاصی برخورداره، که همون اول عرضم خدمتون گفتم که ایران به دلایل موقعیت جغرافیایی و واقع بودن در اون منطقه کره زمین واقعا از اهمیت ویژه برخورداره و همین ویژگی های کوچیک کوچیک تو قسمت قرار گرفته کل ایران رو یک سرزمین خاصی از لحاظ دارا بودن بسیار ویژگی هایی که توی دنیا، توی همه دنیا وجود داره، واقعا جمع شده توی ایران و اون رو خاص و ویژه کرده، که اصلا من تعجب کردم. واقعا اینو من خودم نمیدونستم که دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه آبشور خاورمیانه و ششمین دریاچه آبشور دنیا هست. ببینید چه موقعیت خاص و مهم میداره. بعد خود آقای جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیری که داشتن، یعنی به تازگی اومده، یعنی اینا همش آمار خودشون هست، ببینید چقدر واقعا وضعیت بحرانی و خراب هست که خودشون همچین اطلاعاتی رو توی رسانه خود حکومتی دارن واقعا بیان میکنن، یعنی اینقدر بحران شدید هست که خودشون هم دیگه صداشون در اومده. این آقای نماینده مهاباد اومده گفته که
افزایش آبیاری تحت فشار توسط برخی از شرکت ها، تعلل در انتخاب آب رودخانه زاب و همینطور تخلف در عدم پرداخت حق آب از رودخانه ها، از رودخانه زرین رود به دریاچه ارومیه و شهرهای اطراف مثل تبریز، و باعث شده که به اصطلاح این دریاچه ورودی آب به این دریاچه کاهش پیدا بکنه و این دریاچه رو به خشک شدن بره و رسما اعلام کرده که عدم اختصاص 300 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارس باید به دریاچه به اصطلاح شور آذربایجان یا همون ارومیه وارد می شده که متاسفانه اتفاق نیفتاده و همینطور رفتارهای سیاسی دولت‌های مختلف بر خشکی این دریاچه دامن زده. حالا من اینجا خودم متوجه نشدم یعنی چی رفتارهای سیاسی دولت‌های مختلف؟ اصلا دولت‌های مختلف چه ربطی دارن به دریاچه ارومیه؟ وقتی که دریاچه ارومیه در منطقه خود ایران از لحاظ ارضی اراضی ایران واقع شده و مسئولین مملکتی باید برای نگهداری و برای سالم موندن اون دریاچه، بقای اون دریاچه، اون تدابیر و تخصص کافی رو به خرج ندادن یا ندارن، ربطی به سیاست‌های دولت‌های مختلف ندارن. و خب من این رو باز به این نسبت میدم که هر وقت دولت جمهوری اسلامی هر جا از بیکفایتی خودش متاسفانه به این رو میاره که بخواد شونه از مسئولیت خالی بکنه، یا دشمن رو مقصر میدونه یا سیاست دولت‌های مختلف رو، و همیشه اون بیکفایتی و بیمسئولیتی خودشون در دقیقا اون وظایف و کارشون رو نسبت دادن به دولت‌ها و سیاست‌های کشورهای مختلف. و خب دیگه خوشبختانه می‌دونیم که همه مردم آگاه هستن و دیگه فریب این دروغ‌ها و فریب‌ها و حرف‌های مسئولین رو نمی‌خورن. و در رابطه با دریاچه ارومیه هم حالا اون اشکالات که در مورد واقعا حق آب پرداخت نشده یا حق آب وارد نشده یا خشک شدن رودخانه ها و خشکسالی ها باعث شده، اونا درست منطقی و کاملا سنجیده و پذیرفته شده، ولی در مورد بعضی جمله ها واقعا آدم باید بیشتر روش فکر و تأمل بکنه و به راحتی حرفاشون رو قبول نکنه. بعد در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه، خودش اینا همش گفته خود آقای محمودزاده نماینده مهابات هست که دارم خدمتون عرض میکنم، گفته که نه تنها که این خشک شدن این دریاچه به اصطلاح مردم منطقه رو تحت شعاع قرار میده، حیات و زندگی و معیشت مردم رو تحت شعاع قرار میده و سلامتی اونها رو به خطر میندازه و خود کل استان آذربایجان غربی و حتی 15 تا از استان اطراف رو هم به مخاطره میندازه. این در قسمت منطقه. چرا؟ چون باز من مطالعه کردم، خودشون بیان کرده بودن که وقتی دریاچه ارومیه خشک بشه، که الان همچین اتفاقی افتاده، یعنی 95% از دریاچه از بین رفته و کاملا خشکه، این نمک های کف دریاچه به اصطلاح باعث میشه که بر اثر وزش باد جا به جا بشن و فرسایش پیدا کنه، هم خاک فرسایش پیدا میکنه، همین که وقتی که مثل همون گرد ریزه ها و غبار هایی هست که در منطقه اهواز و خوزستان از کشورهای همسایه یا تو اون منطقه بلند شده بود بر اثر وزش باد و جریان هوا، حالا اینجا به جای اون گرد ریزها نمک توی هوا پخش میشه به خاطر خوش شدن سطح دریاچه و سطح زمین، باعث میشه که هم خاک و به اصطلاح سطح اون منطقه تخریب بشه، فرسایش پیدا کنه، همین که خب به تبع وقتی که این نمک به صورت ریزگرد داخل هوا پخش بشه و جا به جا بشه، برای مردم اون منطقه ضرر داره و به سلامتیشون
قطعا آسیب میزنه و باعث کوچ اجباری مردم اون منطقه میشه، در حالی که مردم منطقه اطراف دریاچه ارومیه همه کشاورز هستن و همه از آب اون منطقه استفاده میکردن، هم رودخانه ها هم خود دریاچه برای کشاورزیشون برای زندگیشون، که خب قطعا با خشک شدن این آب دریای شور بسیار بسیار نه تنها به اون منطقه بلکه باز به گفته خود آقای محمودزاده به کل دنیا و در سطح بین الملل و جهانی میتونه آسیب زا باشه. چرا؟ چون که این منطقه از مکانهایی بوده که پرندگان مهاجر مثل فلامینگو، پلیکان ها و پرندگان دیگری که از شمال کره زمین مثلا شمال سیبری روسیه یا کشورهای شمالی ایران می اومدن، منطقه زیستگاه و مهاجرت این پرندگان بودند که متاسفانه به اکوسیستم بزرگتری خارج از ایران هم خوش شدن و از بین رفتن این دریاچه 100% داره آسیب میزنه، که باز بیان کرده که در سال 1394 اومدن آب و حجم اون حجم و وسعت اون آب دریاچه رو مورد بررسی قرار دادن و تا الان تقریبا 6-7 سال میگذره با اون آمار ارقامایی که خودشون بیان کرده بودن اصلا کاهش بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای به نسبت این چند سال بیان کرده که تخریب این دریاچه چقدر سرعت رشدش زیاد بوده متاسفانه. و خب به دلایل کاهش بارندگی و خشکسالی و تبخیر سطحی و همینطور احداث به اصطلاح سدهای متعدد در اطراف که کاملا غیر کارشناسی بوده و همینطور یکی از مهمترین عواملی که مناطق کشاورزی اون منطقه که آب و زندگی و تولیدات کشاورزیشون وابسته به این دریاچه بوده و باید از سیستم مکانیزه و قطره‌ای و آب تحت فشار استفاده می‌کردن و برای اون هم باز بخش کشاورزی باید با اینها همکاری‌هایی رو می‌کرده که کمک به اون مردم منطقه بکنه که به جای آب‌های سنتی یا کشاورزی سنتی و گسترده و پخش در سطح خاک بیان از اون کشاورزی مکانیزه و مدرن استفاده کنن که هم بقای کشاورزی حفظ بشه هم به دریاچه آسیب نرسه، که متاسفانه باز هیچ همکاری، هیچ بودجه‌ای، هیچ تغییر به اصطلاح طرح کشاورزی صورت نگرفته که کشاورزی اون منطقه هم رها شده و شاهد این هستیم که خب بعد از به فاصله این 6 سال، حالا اون چند 40 سال و چند اندی بماند و بعد از این 6-7 سال واقعا روند تخریب دریاچه ارومیه به این سرعت چشمگیری بوده که خود آقای محمودزاده نماینده مهاباد این رو علنا به رسانه ها منعکس کرده و گفته که ما برای احیای دریاچه ارومیه متاسفانه هیچ بودجه، هیچ اعتباری ریالی دریافت نکردیم، هرچی هم که درخواست دادیم، هرچی هم که مطرح کردیم از نظر از طرف خزانه دولت یا حالا مجلس هیچ ریالی دریافت نشده و چه بسا که این منطقه از نظر معیشتی مردم، رفاه مردم بسیار اهمیت ویژه داره و مسئولین هیچ ترتیب اثر ندادن و جهت احیاء به اصطلاح دریاچه که زندگی مستقیم مردم به اون بستگی داره در اون منطقه متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی رو دریافت نکردن و تا به الان همچنان رها شده. خب به صحبت بسیاره، حرف بسیاره، نقض حقوق انسانی و بشر و اکوسیستم و حیوانات و درختان و و و و بسیار در ایران متاسفانه زیاد هست که از وقت خب این جلسه خارج هست اگر که بخوایم بهش بپردازیم. حالا این گوشه ای بود و اطلاعاتی بود که من تونستم در اختیار عزیزان قرار بدم و خودم هم آگاه تر بشم. اگر که نظری، پیشنهادی، حرفی میخواین اضافه کنید خوشحال میشم که از عزیزان نظراتشون رو بشنوم. من مایک رو رها میکنم. خیلی ممنون از شما خانم ده بزرگی بابت گزارشی که دادین، بابت سخنرانی که انجام دادین و مقایستون بسیار بسیار عالی بود. همیشه باید بیاد داشت که اگر اتفاقاتی توی کشور میفته
اون اتفاقات قدیمیتر رو سعی کنیم که فراموش نکنیم و در موردشون همیشه تحقیق و بررسی کنیم. این دریاچه ارومیه داستانش مال یک ماه یا دو ماه گذشته نیست، ولی خب خیلی خوب هست که در کنار اون اتفاقاتی که الان در ایران افتاده و تمام اذهان عمومی به اون سمت کشیده شده، به محیط زیستمون هم بتونیم توجه کنیم و بهش بپردازیم. خواستم دوباره سلام کنم خدمت همه دوستانی که وارد جلسه شدن، خوش آمد میگم بهتون. اگر که از دوستان در مورد هدف 14 از سند 23 یونسکو سوال و یا مطلبی دارین که میخواین اضافه کنین که در رابطه با آب و مشکلات حالا زیست محیطی است که به واسطه یه دریاچه و دریاها افتاده در ایران، لطفا دست خودتون رو بالا ببرید تا بتونیم صدای شما رو بشنویم. در غیر این صورت من دعوت میکنم. البته خب منم یه سوال داشتم از شما خانم ده بزرگی، شما به صورت حالا ریز در کنار صحبتاتون گفتین که چه کارا میشه انجام داد یا میشد انجام داد، ولی به نظر خود شما که حالا تو این حوزه یکم مطالعه کردین و مطالبتون رو آماده کردین، آیا هنوز امکانش هست که زیر ساختهای اجرا بشه؟ چون من وقتی شما گفتین که یادمون میاد در زمان نوجوانی توی مدرسه میگفتن رودهای ایران رو نامبری توی کتاب جغرافیا، فکر میکنم از اون رودها دیگه هیچ اسمی توی هیچ کتابی نباشه، همگی خشک شدن. ولی خب این رودخانه ها و دریاچه ها آیا زیر ساخت هایی هست که بشه انجام داد و جلوی حداقل شدت خشک شدنشون رو گرفت؟ چون 1% از اون خشک شدن دریاها و دریاچه ها به خاطر ساختار و به خاطر حالا قسمت جغرافیایی هست که ایران وجود داره، منطقه خشکی هست و داره از بین میره. ولی خب یه کارهایی رو هم میشه به وسیله دولت ها، به وسیله خود دولت ایران انجام داد که شدت این به قولی خشکسالی رو کمتر کرد. الان تنها رایی که حالا من، شما گفتین که کف دریاچه ارومیه از شنزار خب شورزار شده دیگه، الان پر از نمکه و این نمک ها به وسیله باد ممکنه که جابجا بشن، تنها رایی که جمهوری اسلامی داره تا الان اینه که مالش پاشی کنه، بیاد اون حالا نفت یا قیرهایی رو که از پتروشیمی ها به صورت زباله هست رو جمع آوری میکنه و روی ماسه ها پخش میکنه که بخواد حالا جلوی این شورزارها، پیشروی شورزارها و پیشروی ریزگردها رو بگیره، اون چیزی که در جنوب ایران داره اتفاق میفته و در صحراهای ایران. آیا زیرساختهایی هست که بشه شدت اون تخریب رو گرفت از طرف حداقل دولت یا مردم؟ ممنون، مایک برای شما آزاد. بله قطعا. الان حالا این پیشنهادی که شما میگین در مورد قیرپاشی یا مواد حالا نفتی تو منطقه بپاشن، خب باز من جایی رو مطالعه میکردم و خب حالا به دلایل مطالعات علمی خودم واقعا اون بافت مواد شیمیایی که حالا جنس مثل قیر، نفت یا پترول یا اینا هست اصلا به درد دریاچه ارومیه نمیخوره. چرا؟ چون این خودش از مواد آلوده کننده آب هست، یعنی این مواد فقط در قسمت‌های بعضی خاک‌ها و مناطقی مثل دستول و خوزستان و اهواز برای اون منطقه خاص هست و مفید هست و کارآمد هست، ولی برای دریاچه ارومیه حالت سم داره. چرا؟ چون دریاچه ارومیه زیستگاه اکوسیستم، زیستگاه موجودات زنده هست. ولی باز من تو مطالعاتی که انجام می‌دادم بعضی از، فکر میکنم خانم، حالا اسمش یادم نیست، خودش
رئیس دانشکده علوم طبیعی و زمین هست، حالا کدوم دانشکده کدوم شهر نمیدونم، باز ننوشته بود که این خودش اومده بود با توجه به علم و دانش و تخصص خودش این پیشنهاد رو داده بود که ما میایم کف دریاچه رو مرطوب نگه میداریم با به اصطلاح همون جاری کردن و هدایت مسیر بعضی رودخانه ها به دریاچه، فقط کف رودخانه یا آبیاری قطره ای که بتونیم کف دریاچه رو فقط، حالا مثل شما که حرفی که میگین، به جای مثلا قیر یا به جای اون مواد آلاینده با آب، با خود آب اون منطقه رو، خود داخل دریاچه رو، سطحش رو مرطوب نگه میداریم که این مانع خشک شدن و به اصطلاح معلق شدن نمک ها در هوا و پراکنده شدنشون بشه. این یک پیشنهادی بود. یک پیشنهاد دیگه این بوده که چون که خب دریاچه ها از دو راه تغذیه میشن که تشکیل دریاچه میدن، یکی آبهای ورودی از رودخانه هایی که از کوه ها سرچشمه میگیرن که همه میان توی گودالی جمع میشن و تشکیل دریاچه رو میدن، و یکی هم بعضی از دریاچه ها علاوه بر این از زیر زمین خودشون چشمه دارن که باعث میشه که از آبهای زیرزمینی، آبهای به اصطلاح جاری در حالا اعماق زمین بجوشه بیاد بالا که دائم این دریاچه احیا بشه و باز تشکیل همون دریاچه ها رو میدن. از نظر تخصصی و واقعی توی دنیا دریاچه ها این مدلی شکل میگیرن. حالا بر اثر همون خشکسالی و کاهش منابع آب زیرزمینی یه مورد، و یکی هم باز به دلایل همون خشکسالی و جاری شدن آب کمتر توی این رودخانه ها که اینا دست آدم نیست، یعنی اینا دیگه چیزای طبیعیه که اتفاق میفته، از مدیریت انسانی خارجه، باعث میشه که خب و تبخیر آبهای سطحی باعث میشه آب رودخانه کم بشه. حالا چه عامل نیروی انسانی در این تخریب بیشتر کمک میکنه و عامل هست؟ بخش کشاورزی. اینا گفته بودن ما دو تا مورد، یعنی پیشنهادات زیاده ولی سر این که کدوم پیشنهاد یا کدوم راهکار منطقی تخصصی انجام بشه متاسفانه هنوز تا به امروز سرش هیچ توافق نظری نشده. به علاوه بخش عمده و اساسی و مهمش بودجه هست. اینا پول میخواد، اینا هزینه داره، اینا باید اعتبار براشون مصرف بشه. خب اعتباری که میاد به گشت ارشاد میده، به حوزه علمیه میده، به سرکوب مردم میده و و و و به بچه‌هاشون تحصیل تو اروپا و آمریکا میده. این بودجه رو نمیاد مصرف بکنه برای این قسمت به اصطلاح مهم و اساسی و حیاتی کشور. بنابراین این هست که میشه دریاچه ارومیه خشک میشه. یعنی واقعا همینه، همین اتفاق افتاده. و یکی دیگه هم این که اومدن و باید بیان بخش کشاورزی رو همون جور که گفتم آبیاری مکانیزه یا تحت فشار قرار بدن که از اون حالت سنتی مصرف آب برای کشاورزی از بین بره، که صرفه جویی در مصرف آب بشه که با کمترین آب بهترین و بهره‌ورترین تولید محصول کشاورزی رو تو منطقه بدون کمترین هدر رفت آب انجام بدن. باز همین خانم که رئیس یکی از میگم بخشای دانشکده علوم طبیعی و زمین بود، این پیشنهادم داده بود که زیر زمین دریاچه ارومیه منطقه آتش فشانی وجود داره که این منطقه آتش فشانی آب داره، ما بیایم کانالهای بزنیم که این آب رو استخراج کنیم که به اصطلاح وارد دریاچه بشه. میگم راهکار هست، پیشنهاد هست، خیلی هاشم علمیه، خیلی هاشم اصولیه، خیلی هاشم درسته، ولی هم پول میخواد، هم دلسوز میخواد، هم یه همت والا میخواد که واقعا اینو از این مرگ دریاچه رو نجات بدن و ایران رو نجات بدن. یعنی همش مدیریت میخواد، تدبیر میخواد، تخصص میخواد، پول میخواد، قطعا میشه. ممنونم. بسیار عالی، ممنون از شما. یکی از دوستان دیگه دست بلند کردن، بفرمایید، مایک بر شما آزاده. درود و عرض ادب خدمت دوستان و همکاران. در تایید حرفایی که همکارمون زدن، یه مورد دیگه هم که توی ارومیه هست، من چون 2 سال اونجا زندگی کردم و پرسیدم از استاد دانشگاه هم میپرسیدم که چرا اینجوری شده، چرا خوش شده. یه مورد دیگه هم که میشه اضافه کرد اینه که فرهنگ سازی توی مردم، توی کسایی که توی ارومیه زندگی میکنن، چون اونجا الان ویلا سازی زیاد شده و هر کسی که ویلا درست میکنه یه چاه عمیق هم توش میزنه بدون مجوز، یعنی که پول میده مجوز رو میخره. این چاهایی که بدون مجوزه
فکر میکنم که اصلی ترین دلایلی که دریاچه ارومیه خوش شده و به قول معروف این یه چیزی که باید تو فرهنگ مردم کار بشه، علاوه بر این چیزایی که شما گفتین باید تو فرهنگ مردم، یعنی مردم باید خودشون دلشون بسوزه و همینطور میبینیم الان توی خیابون طرف با شلنگ آب میاد ماشین میشوره. اینا یه سری چیزایی که باید مردم توش همکاری بکنن، علاوه بر همه این چیزایی که شما فهمیدین همش درسته، اینم فکر میکنم خیلی تاثیر داره چون ما خیلی چاه‌های عمیق داریم اطراف ارومیه، همونطور که میدونید پر باغ میوه است و همینطور که همکارمون فرمودن کشاورزی اونجا خیلی رونق داره، ولی به بدترین حالت، یعنی اصلا نه تکنولوژی هست نه آبیاری قصدی هست نه هیچی، نه آموزش هست. به نظرم آموزش اگه تو مردم یه خورده بیشتر بشه، یه خورده مردم اگه این چیزها رو بیشتر درک کنن دلشون بسوزه، در کنار این راهکارهایی که شما فرمودید بیشتر جواب میده. اینکه فقط همه چی بندازین گردن دولت و اینا، این یه جورایی فکر میکنم تاثیرش کمتره. ممنونم. ممنون از شما جناب حمزه‌زاده، دقیقا همینطوریه. اون آگاهی رسانی به نظر من خیلی مهمه و نقش اساسی رو اجرا میکنه. همونجور که خانم ده بزرگی گفتن، خود من هم به عنوان مثلا حالا یه عضو کوچک از خانواده حقوق بشر نمیدونستم که ششمین دریاچه نمکی به قولی دنیا و اولین دریاچه در خاورمیانه هست و این خودش خیلی اهمیت داره که حداقل مردم وقتی اینو بدونن از اهمیتش هم با خبر میشن. ولی خب همیشه همه چیز به کنار زده میشه و وقتی که دیگه از بین رفته همه میگردن دنبال راه چاره. ممنون از شما که تا اینجا همراه بودین. من دعوت میکنم از آقای سپهر رضایی شایان برای ایراد سخنرانیشون در رابطه با اعتراضات سراسری در سال 1401. آقای رضایی اگر که آماده هستین لطفا دستتون رو بلند کنید. مایک برای شما آزاد، بفرمایید. سپاس از شما آقای یگانه عزیز. اعتراضات و تظاهرات سراسری ایران در سال 1401. اعتراضات سراسری 1401 ایران مجموعه تظاهراتی است که در پی کشته شدن مهسا امینی به دلیل ضرب و شتم در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد. این تظاهرات در 26 شهریور 1401 از تجمع مقابل بیمارستان محل مرگ مهسا امینی در تهران آغاز شد و در روزهای بعد به همه 31 استان ایران گسترش یافت و تا امروز ادامه پیدا کرد. زنان ایرانی در خط مقدم و نیروی محرک این تظاهرات اعتراضی هستند. این تظاهرات در هفته‌های بعدی با حضور دانش آموزان، دانشجویان و اعتصاب استادهای دانشگاه گسترده‌تر شده است. معترضان در خارج از کشور نیز در بیش از 150 شهر در سراسر جهان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن حقوق بشر کودکان را برای سرکوب معترضان به کار گرفت و به دستور سید علی خامنه‌ای تا 4 اکتبر دست کم 154 نفر را به قتل رساند. در حین این اعتراضات اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده از دسترس خارج یا فیلتر شدند. فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویان، هنرمندان و ورزشکاران متعددی در ایران دستگیر شدند. با مورد ترس و فشار روانی قرار گرفتن. حمله به دانشگاه صنعتی شریف نیز از دیگر مواردی بود که در طول اعتراضات رخ داد که تعدادی تنبیه بدنی و حدود 30-40 دانشجو بازداشت شدند. بیت رهبری با ارسال نامه تهدید آمیزی به مراجع تقلید و حوزه علمی چندین شهر آنان را از بیان واکنش انتقادی محروم کرد. استفاده از خشونت بسیار در برخورد با معترضان مانند تیراندازی مستقیم به آنها توسط نظامیان و شبه نظامیان در شهرهای مختلف با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. پیش زمینه اعتراضات. مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی بود که در 22 شهریور 1401 توسط گشت ارشاد بازداشت و به دلیل ضرب و شتم و آسیب به جمجمه دچار مرگ مغزی شد و در 25 شهریور درگذشت. پس از انتشار این خبر بلافاصله نخستین تجمع در مقابل بیمارستان کسرا آغاز شد. پس از برگزاری مراسم خاکسپاری وی در زادگاهش سقز
در نقاط مختلف ایران اعتراضاتی انجام شد. سپس فراخوانی برای برگزاری اعتراض صحابات سراسری از استان کردستان تا تهران در روز دوشنبه 28 شهریور اعلام شد. احزاب کردستان ایران و فعالان مدنی و سیاسی کردستان دوشنبه را روز اعتصاب عمومی اعلام کرد. ساعاتی پس از کشته شدن مهسا امینی، گروهی از مردم در اعتراضات به قتل او در بیمارستان کسرا تجمع کردند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، گشت ارشاد، گشت کشتار، میکشم میکشم هر آن که خواهرم کشت، خامنه ای قاتل، حکومتش باطله سر دادند. این اعتراضات با سرکوب و بازداشت معترضان مواجه شد. شماری از زنان در واکنش به هجوم نیروهای ضد شورش روسری خود را برداشتند و شعار بیشرف داعشی سر دادند. برخی مردم در خیابانها صدای بوق خودروهایشان را به نشانه اعتراض سر آوردند. همچنین مردم تهران با تجمع شبانه حوالی میدان آرژانتین شعارهای علیه حجاب اجباری و حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. از سوی دیگر گروهی از زنان در تجمع شبانه با برداشتن روسری‌های خود خطاب به مأمورین شعار می‌دادند. فیلم‌های منتشر شده حاکی از بازداشت برخی از تجمع کنندگان همراه با برخورد خشن است. از روز شنبه 26 شهریور 1401 و پس از خاکسپاری مهسا امینی در سقز زادگاه او و سنندج مرکز استان کردستان، صحنه تجمع‌های اعتراضی گسترده‌تر بود که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم اقدام به تیراندازی و استفاده از گاز اشک‌آور کردند. تصویر منتشر شده از مدفن مهسا امینی در سقز نشان می‌دهد که روی سنگ قبر او نوشته شده: ژینا جان تو نمی‌میری، نامت یک نماد می‌شود. با وجود فضای امنیتی، برخی زنان حاضر در مراسم روسری‌های خود را از سر برداشتند و حاضرین با خواندن سرودهای کردی و سر دادن شعار به حکومت جمهوری اسلامی اعتراض کردند. طی مراسم خاله مهسا امینی او را شهید جوان توصیف کرد و گفت: ژینا راه آزادی را برای ما باز کردی. در آغاز سومین هفته اعتراضات زودتر، گسترده‌تر و با جمعیت بیشتری به ویژه در تهران و شهرهای بزرگتر شروع شد. اعتراضات از دانشگاه‌های سراسر ایران که در اعتصاب بودند و برخلاف روزهای قبلی پیش از غروب آفتاب آغاز شد. در 18 روز اعتراضات، سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از غیبت طولانی در جمع نیروهای مسلح حاضر شد و معترضان را اغتشاشگر نامید و خواهان تنبیه نوجوانان و جوانان معترض شد. ولی دانش آموزان برخی مدارس دخترانه با حضور در خیابان‌ها حجاب از سر برداشتند و از مردم حاضر در صحنه دعوت کردند تا به آنها بپیوندند. گستره جغرافیایی اعتراضات. اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در عرض چند روز به تمام 31 استان و بیش از 80 شهر ایران گسترش یافت. در خارج از ایران نیز در روز 31 شهریور از استانبول تا بیروت، کلن و نیویورک و تورنتو شمار زیادی از ایرانیان به خیابان آمدند تا همزمان در اعتراض به سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، به سازمان ملل و مرگ مهسا امینی تجمع کنند. در روز یک شنبه 3 مهر در مقابل سفارت‌های ایران در پاریس و لندن تجمعاتی با هدف محکومیت جانباختن مهسا امینی برگزار شد که با درگیری با پلیس انجامید. روز پنجشنبه 7 مهر نیز زنان افغانستانی در مقابل سفارت ایران در کابل تجمعات اعتراضی در همبستگی با معترضان ایران برپا کردند که با شلیک هوایی طالبان معترضان افغانستانی متفرق شدند. روز شنبه 9 مهر ماه معترضان در خارج از کشور دست کم در 151 شهر در ایالات متحده، اتریش، اسپانیا، اسلوونی، لهستان، سوئیس، بلژیک، فرانسه، هلند، جمهوری چک، بریتانیا، سوئد، اسکاتلند، ایرلند، فنلاند، مجارستان، آلمان، بلغارستان، ایتالیا، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و نیوزلند در حمایت از خیزش مردم ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. اعتراضات مجازی. حمایت سلبریتی ها از اعتراضات سراسری 1401 ایران. شمار زیادی از سلبریتی های شناخته شده ایران به صف حامیان معترضان پیوستند که باعث فشارهای حکومت ایران به شکل تهدید، تبلیغات منفی و مصاحبه و اقدام قضایی علیه آنان شد. شمار بازیگرانی که از معترضان حمایت کردند و اندازه ای است که صدا و سیمای ایران برای پخش و بازپخش بیش از 20 مجموعه تلویزیونی دچار مشکل خواهد شد.
عده زیادی از چهره‌های سرشناس هنری، ورزشی، فرهنگی دنیا هم با مردم معترض در ایران ابراز همبستگی کردند. در میان واکنش‌ها به کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات پس از آن، علی کریمی، فوتبالیست سابق تیم ملی فوتبال ایران، نه تنها موضعش را روشن گفت، بلکه با معترضان همدوا شد و گاهی یک قدم از آنها جلوتر رفت و در پیامی که میداد، پیشنهاد و راهکار به معترضان ارائه می‌کرد. رسانه‌های نزدیک به حکومت او را اغتشاشگر و ضد انقلاب مورد خطاب قرار دادند و خواهان تعقیب قضایی و حتی مصادره اموال او شدند. بیانیه گروه‌ها و سازمان‌ها 22 چهره سرشناس ایرانی در بیانیه‌ای با نام انقلاب زن، زندگی، آزادی از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند. در متن این اطلاعیه با اشاره به حرکت پرتوان و سراسری زنان و جوانان به قتل مهسا امینی آمده است، این جنبش ملی کلیت نظام را به چالش کشیده و می‌رود تا آن را سرنگون سازد. امضا کنندگان این بیانیه در پایان تأکید کردند ایران خانه همه ایرانیان است و به دست همه ما ساخته خواهد شد. زمان آن رسیده است تا برای نجات ایران، فرهنگ و تمدن آن دست به دست همدیگر قرار دهیم. هشتگ توییتری: استفاده از هشتگ مهسا امینی در اعتراض به کشته شدن او رکورد استفاده از یک هشتگ در توییتر را شکست و تا 10 مهر 1401 این هشتگ مهسا امینی بیش از 220 میلیون بار استفاده شد. هنر اعتراضی: در زمان اعتراضات تعداد زیادی هنر اعتراضی از قبیل نقاشی، ترانه و پرفورمنس به یاد مهسا امینی برای وصف حال یک ملت عزادار تولید شد. موزیک ویدیوی برای از شروین حاجی پور که آن را بر اساس توییت‌های اعتراضی با مقطع برای ساختن در کمتر از 3 روز فقط در صفحه خود اینستاگرام او بیش از 40 میلیون بیننده نیز داشت. و در آخر سخنان خودم رو با یادبودی از شهدای راه آزادی به پایان می‌رسانم. برای تماشاگران سینما رکس، برای اعدامیان مدرسه رفاه، برای تمام زندانیان سیاسی که به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، برای فریدون فرخزاد، برای شاپور بختیار، برای تمام قربانیان ترور در داخل و خارج کشور، برای محمد مختاری، محمد جعفر پوگنده و فروهرها، برای سعیدی سیرجانی، مجید شریف و هر نویسنده‌ای که سلاخی شد، برای عزت ابراهیم نژاد، برای 18 تیر تهران، 20 تیر تبریز، برای هر دانشجویی که پاسخش را با گلوله گرفت، برای ندا، برای مصطفی، برای تمام جوانان سال 88، برای کشتی سانچی، برای آتش نشانان پلاسکو، برای دیماه 1396، برای پوگا، برای نیکتا، برای تمام پسران و دختران آبان، برای خدمه و مسافران پرواز PS752، برای نوید افکاری و تمام ورزشکارانی که با تناب دار به گردنشان می‌گردند، برای روح الله زم، برای زهرا کاظمی، برای هر خبرنگاری که پرسشش را با شکنجه و مرگ پاسخ دادند، برای فیلمسازان و فعالانی که در زندان هستند، برای شروین، برای پدری که فقرش را فضیلت دانستند، برای مادری که دلتنگ فرزندش در غربت درگذشت، برای عباس معروفی و تمام تبعیدی‌ها که دور از وطن به خاک سپرده شدند، برای تمام دادخواهانی که در حبس هستند، برای مادران و پدران داغ دیده، برای کولبران کرد، سوختبران بروچ، برای متروپول، برای بچه‌هایی که هنوز در کپر درس می‌خوانند، برای رودخانه‌ها و دریاچه‌های خشکیده، برای دشت‌های فرونشسته، برای عدالت، 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 برای ده‌ها جوانی که در روزهای اخیر کشته شده‌اند، برای مهسا امینی، برای زن، زندگی، آزادی، 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 برای تو ایران که جز مردمت کسی را نداری. با تشکر از شما آقای یگانه، من مایک رو رها می‌کنم. بسیار عالی آقای شایان، ممنونم از سخنرانی که انجام دادین و بسیار هم ما متأثر هستیم از اتفاقاتی که در ایران اتفاق افتاده و مردم واقعا همون جور که زجر کشیدن، همون جور که خیلی تعداد زیادی کشته شدن، ولی خب به این نقطه از شهامت رسیدن و من فکر میکنم ایران الان دقیقا مثل یک فنری عمل کرده که
چهل و اندی سال، چهل و سه چهار سال به این فنر فشار آورده شده و این فنر به نقطه آخر خودش رسیده و آماده هست برای یک تحول نو، برای یک اتفاق نو که خوشبختانه قرار به دست جوانها به دور از جناحگیری های سیاسی که همیشه کار رو خراب میکنن اتفاق بیفته. برای به قول شما آزادی که فقط حق اولیه همه انسان ها است. ممنون از شما دوستان، اگر که در این مورد مطلبی رو میخواین اضافه بکنید لطفا دستتون رو بلند کنید تا صدای شما رو هم بشنویم. بسیار عالی. در غیر این صورت خب اگر که دوستان مطلبی رو ندارن که اضافه کنن، دعوت میکنم از آقای حمیدرضا تقی‌زاده که به عنوان مهمان ماه گذشته در جلسه ما بودن و قبول کردن که این ماه برای ما سخنرانی کنن. خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. بفرمایید آقای تقی‌زاده، مایک برای شما هست. دستتون رو اگر بلند کنید من آره. عرض ادب خدمت همگی همکاران، خسته نباشید. ممنونم جناب ایوانه. عرض کنم که سخنرانی من در مورد تاریخچه جنبش زنان در ایران پس از انقلاب هست. البته خب بحث بسیار مفصله، سعی کردم که به صورت خلاصه شده اینو با شما در میون بذارم. از اونجا که هدف صرفا بررسی گرایش های موجود در جنبش زنان است، بدیهی است که به گروه ها، جریانات یا افراد به طور مشخص پرداخته نخواهد شد و اشاره به آنها صرفا جهت ذکر مثال از گرایش های نظری موجود در جنبش زنان است. به همین دلیل به عرصه‌های همچون ادبیات، سینما، مطبوعات و غیره که زنان از گرایش های مختلف در آن نقش مهمی در به چالش کشیدن تابوها و مسائل جنسیتی داشتند پرداخته نمی‌شود. پرداختن به مبارزات فردی زنان و دختران جوان نیز در کوی برزن، محل کار، خانواده ها، مراکز آموزشی و غیره به عنوان بخشی از جنبش فراگیر زنان، همچنین پرداختن به جنبش زنان در خارج از کشور خود پژوهشی مجزا می طلبد. گرچه گرایش های کلی موجود در جنبش زنان در این بخش ها نیز جاری بوده و هست، به مبارزات زنانی همچون مادران پارک لاله، مادران صلح، مادران خاوران و جنبش دادخواهی و یا فعالیت‌های محیط زیستی زنان نیز پرداخته نمی‌شود. مبارزات مذکور در عین حال که مستقیماً تابوها و مسائل جنسیتی را به چالش نمی‌گیرند، اما به واسطه حضور گسترده زنان در این بخش‌ها نه تنها تابوی حضور زنان در عرصه مبارزه را به چالش می‌گیرند، بلکه به واسطه افزایش حضور زنان در عرصه‌های عمومی و از جمله عرصه مبارزه توازن جنسیتی را به نفع کل زنان در این عرصه ها تغییر میدهند. بنابراین به طور غیر مستقیم به جنبش زنان خدمت میکنند. این حضور قبل از جنبش مشروطه به شکل پراکنده و منفرد، طی جنبش مشروطه به شکل جمعی تر و به طور گسترده و رادیکالی تر در دوره پهلوی دوم و بیشتر از همه در دهه 60 توسط زنان دیده میشه. مبارزات زنان و شکل‌گیری محافل زنان از سال 65 تا 76 پس از کسب قدرت حکومت اسلامی برای تثبیت قدرت خود به حذف و سرکوب مخالفان از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی پرداخت و جنگ ایران و عراق از این بابت فرصت مناسبی را در اختیارش قرار داد، نیروهای مخالف اعم از چپ، سکولار و حتی نیروهای اسلامی مخالف رژیم در قدرت سرکوب و حذف شد. بسیاری نیز به خارج گریختند. مطبوعات، احزاب و تشکل‌های صنفی یا تعطیل شدند یا به دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت تبدیل شدند. بنابراین عرصه عمومی بسیار محدود شد. سازمان‌های نوپای زنان و مطالبات آنها که در دوره انتقالی قدرت به رژیم اسلامی از طریق زنان چپگرا، لیبرال دموکرات و ملی‌گرایان ایجاد شده بود نیز در دوره سرکوب به همراه سایر جریان‌های اجتماعی سرکوب و حذف شدند و جنبش زنان بار دیگر دچار افول شد. عواملی که باعث این افول شد هم سرنوشتی و وابستگی نظری تشکل‌های زنانه و مبارزات آنان به جریان‌های سیاسی اپوزیسیون از یک طرف، باعث فقدان گفتمان فمینیستی مستقل از ایدئولوژی‌های سیاسی این سازمان‌ها و غالب بودن
ایدئولوژی ها و اولویت مبارزه کلان بر کنش های جنسیتی در این جریانات زنانه بود و از طرف دیگر باعث شد به همراه سازمان های مادر سرکوب شده یا متلاشی شود. از طرف دیگر به حاشیه رانده شدن زنان فعال و یا تنزل منزلت اجتماعی و حذف تدریجی آنان از عرصه عمومی توسط حکومت اسلامی که از طریق اعمال حجاب اجباری، پاکسازی زنان نخبه، رد صلاحیت قضاوت قضات زن و مجبور کردن زنان کارمند به بازنشستگی پیش از موعد آغاز شد و تا تعطیلی نشریات زنان و محرومیت‌های تحصیلی دانشجویان مخالف حکومت پیش رفت. بخش زیادی از زنان را از عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی حذف کرد و مجموعه این عوامل باعث شد که نه فقط زنان فعال که بخش زیادی از کل زنان جامعه از صحنه جامعه خارج شده و تا سالها زنان فعالیت‌ها و مطالباتشان نامرئی شد. محافل زنانه، یکی از اولین انگیزه‌های شکل‌گیری محافل زنانه حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های اعدام شدگان و رسیدگی به آنان تحت عنوان دوره‌های زنانه بود. این دوره‌ها کم کم تبدیل به محافل شدند که در روند رشد خود با نگاه انتقادی به روابط جنسیتی در احزاب و سازمان‌های مادر و انتقاد به حاشیه‌ای بودن مسائل زنان در این سازمان‌ها و احزاب به فرودست بودن زنان توجه کرده و هدف اصلی خود را جایگزین کردن آرمان‌های زنانه به جای آرمان‌های سیاسی چپ و یا تلفیق آرمان‌های زنانه با آرمان‌های چپ تعیین کردند. بنابراین مسئله زنان در مرکز توجه محافل قرار گرفت. زنانی که از عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی رانده شده بودند در روند فعالیت محفلی هویت جمعی از دست رفته خود را تجدید کرده و به تدریج به حساسیت و خودآگاهی جنسیتی دست یافتند. این محافل تلاش می‌کردند با ارائه یک بدیل آرمانی، شکست جنبش چپ و خلق‌های عقلانی و تئوریک ایجاد شده پس از این شکست را جبران کنند و در شرایطی که فضا بسیار امنیتی شده بود، فضاهایی برای فعالیت جمعی زنان فراهم کنند. بنابراین حساسیت و آگاهی جنسیتی بیش از آن که انگیزه شکل‌گیری این محافل باشد، دستاورد آن بود که در روند فعالیت محافل به دست آمد و مسئله زنان به تدریج به موضوع اصلی فعالیت محافل تبدیل شد. تغییر سیاست‌های حاکم در دهه 70 تأثیر مستقیمی بر محتوا و چگونگی گسترش فعالیت این محافل داشت. بنابراین فعالیت این محافل به دو دوره متفاوت تقسیم می شود. دوره اول از زمان شکل‌گیری ابتدایی آنها پس از آرام شدن نسبی سرکوب‌ها و پایان یافتن جنگ در سال 64-65 تا اواخر سازندگی بود. به واسطه سرکوب شدید و شرایط جنگ کمترین ریسک را تقبل می کردن و عمده‌ترین چیزی که برایشان مهم بود حفظ خود و تولید نوعی هویت جمعی مجدد. فضایی در اختیارشان تنها خانه های خودشان بود که تحت پوشش مهمانی می توانستن گرده هم آیند. بنابراین دایره ارتباطی آنان نیز محدود به دوستان قدیمی و خیشان می شد. اگرچه لازم بود از اسامی مستعار استفاده می کردن و منابع مورد استفاده آنها نیز کتاب های یا جزوه هایی بود که نگهداری آنها کمترین خطر را داشت و بیشتر بر منابع شفاهی تکیه می کردن. مجموعه این محدودیت ها باعث می شد دایره فعالیت ها به کتابخوانی، بحث های درون گروهی و ذکر خاطرات و یا تفریحاتی همچون سفرهای گروهی یا شعر و موسیقی محدود شود. یکی از محورهای اصلی این محافل همچون نمونه های آن در اوایل جنبش زنان در غرب ایجاد حاشیه امن روانی و همدلی های گروهی با یکدیگر بوده است. در دوره دوم پس از تغییرات سیاسی اجتماعی از سال 72 تا 77 یعنی دوره منفور اصلاحات شروع شد. فعالیت‌ها منطقی‌تر، مداوم‌تر و شکلی علنی‌تر داشت. مهمترین عامل پایداری و ارتباطگیری این محافل همچنان مراسم گرامیداشت 8 مارس بود که در این دوره بسیار بیشتر شد. در این دوره همزمان با اعتلاء جنبش‌های مردمی و طرح مطالبات بیشمار مردمی در عقب‌نشینی حاکمیت، با پیدایش مطبوعات و نشر کتاب‌های فمینیستی سال 72 به بعد و ظهور تدریجی سازمان‌های غیر دولتی سال 74 به بعد روبرو هستیم. فضای ایجاد شده به تدریج بخشی از نسل برآمده از محافل را به نشر مطبوعات و کتاب‌های فمینیستی و تأسیس سازمان‌های غیر دولتی سوق می‌دهد. هرچه فضا بازتر می‌شد، محافل بیشتری در مراسم 8 مارس
هر شماس یکدیگر شرکت کرده و در جریان فعالیت یکدیگر قرار می گرفتن و نگاه نظری محافل به مسائل زنان و جنسیت عمیق‌تر می شد. در اواخر دوره دوم بود که همین آمد و شدها منجر به ایجاد روابط بین محفلی شده و زنان محفلی را با چالش‌های تازه روبرو کرد. در انتهای این دوره سالهای 74 تا 77 عمیق‌تر شدن شکاف‌های بین محفلی و تمایل به فعالیت علنی و سازمان یافته دسته‌ای از محافل از یک سو و تغییرات ناشی از عقب نشینی حاکمیت و اعلام دوره اصلاحات از سوی دیگر باعث شد که به تدریج حضور، فعالیت و تاثیرگذاری زنان از بستر محافل به مطبوعات و سازمان‌های غیر دولتی ثبت شده یا نشده منتقل شود و به این ترتیب دوران محافل به گونه‌ای به پایان رسید. دوران اصلاحات سال 76 تا 83 دولت اصلاحات در راستای ادامه سیاست درهای باز که از دوران سازندگی آغاز شده بود به اقداماتی از جمله تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی دستند. اما به رغم این اصلاحات نرخ اشتغال در این دوره به طور کلی پایین آمد و به طبع آن نرخ اشتغال زنان نیز کاهش یافت. یکی از معدود امکانات در مقابل نسل جدید دختران و زنان جوان که در پی افزایش و تثبیت حضور خود در عرصه‌های عمومی بودند، تلاش برای پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها و احیانا چشمانداز حضور پرقدرت در عرصه‌های مدیریتی بود. بنابراین یکی از دستاوردهای تلاش زنان در این راستا حضور پررنگ آنان در نتایج کنکور دانشگاه‌ها و افزایش چشمگیر آنان در میان پذیرفته شدگان کنکور بود. به گونه ای که تعداد زنان و دختران پذیرفته شده در کنکور دانشگاه در سال 83 رشد 47 درصدی را نشان می دهد. اما به رغم تلاش های خستگی ناپذیر زنان و دختران، محدودیت ها و ممنوعیت علیه زنان همچنان به شکل های مختلف ادامه داشت. به عنوان مثال آمارهای مراکز فنی و حرفه‌ای نشان می دهد در این دوره پسران سهم بیشتری در رشته های فنی و حرفه‌ای، کار و دانش در مقاطع دبیرستان به خود اختصاص می‌دادند. یعنی دختران همچنان حق تحصیل در بسیاری از رشته‌های فنی و حرفه‌ای در دوران دبیرستان را نداشتند. علاوه بر این سهم دختران در رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌ها همواره در همه دوره‌ها کمتر از پسران بوده. و یا رشد باسوادی زنان نیز در این دوره نسبت به مردان کمتر بوده، در حالی که رشد باسوادی مردان در گروه سنی 15 ساله و بالاتر در سالهای 76 تا 82 برابر با 8 درصد بوده. نرخ رشد باسوادی زنان در این گروه 4 درصد بوده است. اگرچه باسوادی زنان در این دوره از یک روند صعودی برخوردار بوده، ولی همواره در سطحی پایین تر از مردان قرار داشته. خواسته های زنان پس از اشتغال به ترتیب همچنان افزایش مراکز فرهنگی و تفریحی، آزادی و امنیت، بهبود مسائل معیشتی، باور به توانایی‌های زنان، امکانات تحصیلی و اصلاح قوانین و مقررات مدنی و جزایی تبعیض‌آمیز علیه زنان بوده. بنابراین تغییراتی که در این دوره در مورد زنان انجام شد، مثل دوره قبل، بیشتر ایجاد ویترینی جذاب برای نشان دادن به غرب بود و زنان همچنان درگیر مسائل گذشته بودند. تبعیض در تمامی عرصه‌ها. دولت اصولگرای احمدی نژاد در این دوره نرخ بیکاری همچنان سیر صعودی طی می‌کرد و همان گونه که انتظار می‌رفت نرخ بیکاری زنان همچنان بیشتر از نرخ بیکاری مردان بود. زنان دیگر در اعلامیه اول ماه می 1392 خود در مورد شرایط اقتصادی سال 90-91 می‌نویسد: طبق نظر کارشناسان پس از فصل بهار و بیکاری بخش زیادی از زنان در بخش کشاورزی، نرخ بیکاری زنان ممکن است به 65 درصد هم برسد. تعداد 12,500,000 نفر زن خانه‌دار هم شغلی ندارند و به کار بیگاری خانه‌داری مشغولند. زنانی که تنها سرپرست خانواده هستند در این دوره 1,200,000 نفر اعلام شده. زنان شاغل در تمامی دوره‌ها عمدتاً در بخش‌های غیر تخصصی و کم درآمد مثل کشاورزی، تولید منسوجات، دوزندگی و قالی‌بافی، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی کار می‌کنند و فقط 3.2% از آنان در سال 1390 در مشاغل تخصصی و بالاتر مشغول به کار هستند. مزید بر این، در تمامی مشاغل
توسط حقوق زنان در رده‌های شغلی یکسان خیلی پایین‌تر از مردان است. دولت احمدی نژاد در راستای سیاست‌های مخالفت با غرب‌زدگی و مخالفت با حضور زنان در عرصه عمومی و تقدیس خانواده در دوره اول موضوع کاهش ساعت کاری زنان را مطرح کرد تا حضور زنان در خانه و خانواده بیشتر باشد. مرکز امور زنان با تشکیل ستاد ملی زن و خانواده اهداف خود را پیشگیری از فروپاشی و تزلل خانواده، کاهش و کنترل آسیب‌ها و کاهش پیامدهای ناشی از طلاق تعریف کرد. افزایش مرخصی زایمان برای زنان کارمند از 3 ماه به 9 ماه اضافه، 2 هفته مرخصی برای پدران از اولین طرح‌های این مرکز بود که به شکلی به تصویب رسید. این طرح ابتدا به دلیل تأمین نشدن بار مالی مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت، اما پس از آن در دومین ارسال به شورای نگهبان به تصویب رسید و در نهایت با تبصره اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیر مادر به تصویب قانونی منجر شد که بر اساس آن دولت مجاز به افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه است، نه اینکه مکلف به انجام این کار باشد. بیمه مهریه، دورکاری زنان، استخدام 2 زن در 1 پست به صورت نیمه وقت با نیمی از حقوق و مزایا نیز از طرحهایی بود که در این مرکز مطرح شد و هیچ یک نیز به نتیجه نرسید. اما تدوین سیاست‌های مربوط به افزایش جمعیت در این مرکز به طور جدی دنبال شد. این مرکز حتی لایحه مرخصی 3 ساله را به دانشجویانی که مادر می‌شوند تصویب کرد و بعد هم گفته شد که به ازای هر فرزند به مادران شاغل 1 سال سنوات داده می‌شود. در 4 ساله دوم زمامداری دولت اصولگرای احمدی نژاد در زمان وزارت مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت، کنترل موالید از سوی دولت و رهبری مردود شناخته شد و محدود کردن وسایل پیشگیری از حاملگی و به تصویب رسید. اما با توجه به نگرانی‌هایی که درباره حذف وسایل پیشگیری از بارداری در جامعه به وجود اومده بود، اعلام شد از توزیع و ارائه این خدمات در داروخانه‌ها جلوگیری نمی‌شود، بلکه معنی این که بودجه تنظیم جمعیت در وزارت بهداشت به صفر رسیده. این است که خدماتی که قبلا توسط وزارت بهداشت در برخی مراکز بهداشت به صورت رایگان ارائه میشد حذف شده است. بیمه زنان خانه‌دار که ابتدا در سال 1381 در مجلس مصوب شد و قرار بود سازمان بهزیستی سالانه حداقل 1 میلیون زن خانه‌دار را بیمه کند، به دلیل کمبود اعتبار محقق نشد و به وزارت کار محول شد، اما باز هم عملیاتی نشد تا اینکه سر از مراکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم درآورد و رئیس این مرکز خبر داد که 100 میلیارد تومان برای بیمه کردن 200 هزار زن خانه‌دار در سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شده. به گفته او سهمی که زنان باید برای این بیمه پرداخت کنند مطابق پایه دستمزد وزارت کار تعیین می شود و 60 تا 70 درصد توسط افراد، یعنی زنان خانه‌داری که خونه دارند و درآمدی ندارند، و 30 درصد هم توسط دولت پرداخته می شود. سرکوب و تعطیلی تشکل‌های قانونی زنان، فیلتر کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها و ممنوع کردن معدود نشریاتی که از طرف این بخش از جنبش زنان منتشر می‌شد، از دیگر اقدامات 2 دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد. دولت احمدی نژاد با حذف واژه عدالت جنسیتی از برنامه توسعه 4 حتی در حرف هم از حقوق زنان طرفداری نکرد. جنبش زنان، جنبش سبز و پس از آن. جنبش سبز شامل طیف گسترده‌ای بود که از وابستگان به حاکمیت تا گروه‌های ضد سیستم و ساختارشکن را در بر می‌گرفت. اکثر گرایش‌های موجود در جنبش زنان نیز به تبع آن در این جنبش حضور داشتند، اما بخش عمده جنبش زنان، یعنی طیف حکومتیان و اصلاح طلبان، به رغم شرایط مناسبی که ایجاد شده بود در روند این جنبش صرفاً درگیر مبارزات عام شدند و کمتر به طرح مطالبات خاص زنان پرداختند. گروه‌های ضد سیستم جنبش زنان در این دوره فعال‌تر بودند و گروه‌های جدیدی نیز شکل گرفتند. بخش علنی جنبش زنان که قبل از این توانسته بود موقعیت، مواضع و نقش خود را در جنبش زنان مشخص کند، متأسفانه طی جنبش سبز و پس از آن نتوانست به عنوان بخشی از جنبش زنان حضور فعال و مرئی داشته باشد. علاوه عوامل بسیاری با
باعث این امر شد که بخشی از آنها ناشی از تبیین و تحلیل نادرست شرایط و بخشی ناشی از شرایط ناگزیر ایجاد شده بود. عواملی همچون سرکوب نظامند علیه بخشای شناخته شده جنبش ها، از جمله جنبش زنان و مهاجرت ناگزیر تعداد زیادی از اعضای شاخص و رهبری کننده این جریانات به خارج از کشور، فرو ریختن بخش زیادی از بدنه این جریانات به واسطه سرکوب ها، از دست دادن تریبون در رسانه های خارجی و جایگزین شدن آن با جنبش کلانتر سبز، بیتوجهی جنبش سبز به مسائل زنان و غیره از جمله عوامل خارجی. اما دلیل درونی و عمده عدم موفقیت و نامرئی بودن این بخش از جنبش زنان در جنبش سبز، واگذار کردن مطالبات جنسیتی و حق و حل شدن در مبارزات عام و کلان بود. این بخش از جنبش زنان مفتون شوریدگی مردم شد و مبارزات جنسیتی خود را به نفع مبارزات مردم نادیده گرفت. دوران تدبیر و امید. به رغم تمامی قولهایی که دولت روحانی در مورد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و غیره داد، نه کاهش چشمگیری در بیکاری ایجاد شد، نه تغییر محسوسی در زندگی واقعی اقشار کم درآمد که هر دو زمینه زنان قربانیان اصلی اول هستند. این دولت در ابتدا شعارهایی در واکنش به اقدامات بیکارسازی زنان در دولت دهم طرح کرد، اما در 4 سال دولت اول و بعد دوم اقدام چندانی برای عملی کردن این شعارها صورت نگرفت. از سوی دیگر در این دولت در راستا و همراهی با شعارهای تقدیس خانواده، تغییراتی در مورد زنان انجام شد که به خانه نشینی بیشتر زنان، افزایش آمار بیکاری زنان تحصیل کرده و اعتراض گسترده آنها انجامید. از جمله این تغییرات طرحهای تسهیل ازدواج و پیشگیری از طلاق، کاهش ساعت کاری زنان، افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه، تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس دانشگاه و حذف زنان از برخی رشته‌های دانشگاهی و غیره بود. زنان به عنوان یکی از اقلیت‌های فرودست انگاشته شده در بازار کار همواره وضعیت بدتری در این شرایط نابسامان اقتصادی داشتند. سهم اشتغال زنان نه تنها در صنعت بلکه در کشاورزی نیز کاهش چشمگیری داشت، به طوری که برخی منابع آماری از کاهش 28.8% آن در تابستان 93 خبر دادند. در حال با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم، بیکاری فزاینده و سیاست‌های زنزدایی غالب نرخ بیکاری زنان افزایش بیشتری پیدا کرد. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی در 3 مهر 93 اعلام کرد که امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا 50% کمتر است. در سالهای بعد نیز نرخ بیکاری زنان همچنان به نسبت مردان بالاتر بوده است. طبق اعلام مرکز آمار در سال 95 بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 20 تا 24 ساله و در بین زنان بیشتر از مردان است. اعلام سن 50 سال برای بازنشستگی زنان در اواخر اسفند 95 نیز بر آمار خروج زنان از عرصه عمومی افسود و راهکاری دیگر بود برای محدود کردن اشتغال زن. در سال تحصیلی 93-94 دولت به طور جدی طرح تفکیک جنسیتی را دنبال کرد و در اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی، سازمان سنجش با همکاری وزارت علوم اقدام به حذف دختران در برخی از رشته ها از واحدهای پذیرش دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت نمود. دانشجویان در اکثر رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت به صورت تک جنسیتی پذیرش شدند. بر اساس اطلاعاتی که در دفترچه‌های پذیرش دانشگاهی آن سال آمد، به غیر از رشته‌های مهندسی شیمی، گرایش صنایع شیمیایی معدنی و مهندسی خطوط راه آهن که هر یک تنها 2 دانشجوی دختر را در واحد روزانه خود پذیرش می‌کردند، در 97 رشته دیگر دختران اجازه تحصیل در واحدهای روزانه را نداشتند. در برخی از رشته‌ها حتی اجازه تحصیل دانشجویان دختر در واحدهای شبانه نیز داده نشد. دانشجو نیوز 7 خرداد 1393. تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های در سال‌های بعد تا کنون همچنان به اشکال مختلف ادامه داشته است. سخنرانی من تموم شد. ممنون از این وقتی که در اختیار من گذاشتین. مایک در اختیار شما. متشکرم. بسیار عالی و سپاس از شما جناب آقای تغیزاده بابت سخنرانی خوبی که انجام دادین. من از دوستان دعوت میکنم، همچنین خانم ده بزرگی هم دستشون بالاست،
که ما سخنرانی شما رو ربط میدیم به بحث آزادمون و از دوستان دعوت میکنیم که در هر دو بخش، یعنی هم بحث سخنرانی شما و هم بحث آزاد، شرکت کنن، چون هر دو مربوط به یک موضوع هستن. ما در بحث آزاد در مورد حق برابری و اعتراض میخوایم صحبت کنیم و شما سخنرانی خودتون رو در مورد جنبش زنان بعد از انقلاب ایراد کردین که به نظر من یک برابری میخواد در ایران، که مردان در کنار بانوان ایرانی باشن و با هم بتونن احقاق حقوق خودشون رو انجام بدن. میشنویم صحبت‌های خانم دهبزرگی رو و بعد از اون سعی میکنیم که بحث آزاد رو شروع کنیم. دوستانی که میخوان مطالبی رو اضافه کنند به سخنرانی جناب تغیزاده، لطف کنید با بحث آزاد موارد خودتون رو اضافه کنید. بفرمایید خانم دهبزرگی، مایک برای شما آزاد. ممنونم آقای یگانه، واقعا ممنونم آقای تغیزاده، و باعث افتخار شخص بنده هست که و خوشحالم از اینکه شما به عنوان مهمان حضور داشتین، و خب با توجه به این موقعیت هایی که این روزها هممون شاهدش هستیم، همه بحث ها زنجیروار واقعا عمیقا به هم وصل هست و موضوعی رو مطرح کردین و لیستوار واقعا این همه اطلاعات بهمون دادین، ازتون صمیمانه قدردانی میکنم. و یه پیشنهادی میخواستم بدم به حالا آقای یگانه و سایر دوستان. الان با خود من اینجا 15 نفر میشیم فکر میکنم تو جلسه هستیم، حالا به غیر از اون افراد و دوستانی که دارن ما رو میبینن، حالا بیشتر اون افرادی که امروز در این جلسه هستیم آقایون هستن. من میخواستم همه رو به قول معروف به یه سوال چالشی دعوت کنم. از آقای یگانه شروع میکنم و ازتون خواهش میکنم تک تک آقایونه که توی الان این جلسه تشریف دارن، فقط در حد شاید 20 ثانیه 30 ثانیه یک جمله ای رو از دیدگاهشون، نظرشون، فکرشون، اعتقادشون نسبت به زنان ایران یا زنان دنیا یا جنس زن بیان کنن، بگن، و من با توجه به اون دیدگاه این عزیزان یه سری مطالبی رو یادداشت کردم که در انتها میخوایم اینا رو براتون بیان میکنم و با هم تبادل اطلاعات و تجربه میکنیم، که هم به اصطلاح در تکمیل سخنان و اطلاعات آقای تقی‌زاده بشه، هم بریم برسیم به اون به اصطلاح بحث آزادمون. خیلی سپاسگزارم، من در خدمتون هستم و میشنوم نقطه نظراتتون رو. بسیار عالی خانم دهبزرگی، ممنون از شما. میشنویم صحبت‌های آقای شایان رو و بعد از اون من سعی میکنم که حالا اون پاسخی که به نظرم میرسه خدمت شما ارائه بدم. بفرمایید آقای شایان. سپاس از شما آقای یگانه و ممنون از خانم دهبزرگی بابت سوالی که مطرح کردین. الان تمام ایده پردازا و تمام اشخاصی که توی جهان هستن و به مطالعه ایران پرداختن و به تاریخ ایران هم نگاه کردن، معتقدن که کاوه‌های آینده ایران بانوان هستن، که این بانوان میتونن با نگرششون، با رفتارشون، با طرز بیانشون جامعه رو کلن از زیر تا بم بکشونن. و در همون بهمن 57 که انقلاب شد، این سیاست گذاری از سمت خمینی و تمام شورای انقلاب شکل گرفت که اگر ما بانوان ایران را محدود کنیم، توی تنگنا قرار بدیم، این بانوان نمیتونن، چون اولین معلمان نسل‌های آینده هستن، تربیت آزادانه و جسورانه فرزندان بپردازند و جامعه رو میتونن توی خفقان و استبداد نگه دارن. در نتیجه نقش محوری و اساسی دارن و میتونن جامعه رو از الان که این تظاهراتی که شکل گرفته تا الان شروع شده به سمت پیروزی و انقلاب اصلی برسونه. بسیار عالی. بسیار علی، ممنون از شما جناب شایان. با
بابت مطالبی که ارائه دادین. من هم به نوبه خودم فکر میکنم به عنوان یک فرد، حالا دور از نگاه جنسیت مرد و زن، به عنوان انسانی که متولد شده، خب اولین بویی که استنشاق کردم، اولین حسی که از یک انسان تونستم بگیرم، خب فکر میکنم برای همه همین طور بوده، از مادر بوده. و جنس زن رو، جنس مادر رو من از خب کودکی یاد گرفتم و اون حسی و اون دیدگاهی که نسبت به زنان جامعه میتونم داشته باشم، حالا فرق نمیکنه چه جامعه ایرانی و چه جامعه جهانی باشه، حالا هر انسان هر جای دنیا، فکر میکنم قشنگترین دیدگاهی که میشه نسبت به زنان یک جامعه داشت این که اون عشق و محبتی که هر انسان در بعد به تولد میگیره از یک خانوم هست، از یک مادر هست، از یک بانو هست، و فکر میکنم خیلی حس زیبایی است که همه انسان ها تونستن در تمام طول عمر زندگی خودشون از یک زن داشته باشن یا حالا مادر خودشون داشته باشن، این حس زیبا بوده. و دیدگاه من حالا نسبت به بانوان، یا میتونم بگم انسانهایی که حالا یه جور دیگه هست، من هیچ گونه فرقی بین جنسیت نمیبینم که بگم حالا زنان و مردان، این حق برابری باید بین هم مرد باشه و هم زن باشه. حالا این دیدگاه من هستش. اگر که دوستان برای این سوال جوابی دارن که میخوان ارائه بدن، لطفا دستشون رو بالا کنن. من هم حالا در همین حین در رابطه با حق برابری و اعتراض صحبت میخوام بکنم و خواهش میکنم از همه دوستان که تو این بحث شرکت کنن، چون خیلی مهم هست که ما الان همه اینجا جمع شدیم، چه اونایی که در ایران هستن، چه مایی که در این اتاق هستیم، و دوستانی که در حال تظاهرات هستن هر روز هفته، یا حالا تو کشوری که ما هستیم هر شنبه ها هستش، قرار شده که هر شنبه توی دو شهر توی این کشور، حالا سوئیس، تظاهرات برگزار بشه، هم شهر برن که پایتخت سیاسی است و هم شهر زوریخ که پایتخت اقتصادی است، که من حالا اونجا هم حرف دارم. اینجا ما مشکلاتی داریم که باید آگاهی رسانی بشه. ولی خب حق برابری و حق اعتراض از کجا میاد؟ چه اهمیتی داره که حقوق برابر داشته باشیم؟ شما فکر میکنم حالا همه ما تو مدارسمون یاد گرفتیم در رابطه با حق برابری، اینکه اگر یه چیزی رو ما برای خودمون خوب میدونیم، اگر یه چیزی رو برای خودمون میپسندیم، باید برای دیگران هم بپسندیم، و اگر که دوست داریم در یه شرایطی باشیم که شرایط مناسبی باشه، پس اون رو هم باید برای افراد جامعهمون قائل بشیم و انتظار داشته باشیم که این برابری حقوق در همه جا، در هر جایی که ما زندگی میکنیم، برای همه مساوی باشه. ولی خب چه اتفاقی میفته که در کشوری که برای حق برابری، برای اینکه حالا انقلاب مستضعفین بود در اوایل، انقلاب کردن و اومدن گفتن که الان حق ما داره گرفته میشه توی حکومت قبل و ما میخوایم دولتی تشکیل بدیم که دیگه حکومت نباشه، کسی حاکم بر کسی نباشه و دولتی بیاد که از خود مردم انتخاب بشه، دولت خادم مردم هست و موظفه که تمام حقوق رو به صورت برابر برای تمام کسانی که در ایران زندگی میکنن، چه اونی کسی که در تهران زندگی میکنه و چه اون کسی که در ترکمنستان ایران زندگی میکنه یا در سیستان و بلوچستان داره زندگی میکنه، باید حق برابر داشته باشه. از سطح آموزشی، از سطح سیاسی، از سطح دینی، در تمام حقوق همه باید برابر باشن. ولی خب بعد از 43 سال ما میبینیم که اون چیزی که خودشون بهش باور داشتن و براش انقلاب کردن، متاسفانه از بین رفته، از دست رفته، و نه تنها که حقوق برابری در جامعه نیست، بلکه داریم روز به روز میبینیم که داره حق مردم ضایع میشه. حالا همون کسایی هم که در تهران هستن هم این حقوق بهشون نرسیده. خانم ده بزرگی،
شما دستتون هنوز بالاست، من مایک رو برای شما باز میکنم و امیدوارم که دوستان هم شرکت کنن در بحث آزاد. بفرمایید. بله ممنونم. من همچنان منتظر شنیدن پاسخ بقیه همکاران مرد یا آقا هم هستم که بعد نظرات خودم رو بیان کنم. ممنون میشم اگه همکاری کنید و نظر بدین که ما از نظراتتون، تجربه هاتون، دیدگاه هاتون بتونیم آگاه بشیم، استفاده کنیم. خواهش میکنم. من یه چند ثانیه صبر میکنم، اگر شخصی، فردی، عزیزی خواست نظر بده که خوشحال میشیم، اگر که نه من میگم مطالبمو، ولی خواهش میکنم ازتون همکاری کنیم. آقای حمزه‌زاده عزیز دست شما بالا هست، بفرمایید. ممنونم. درود مجدد خدمت دوستان و عزیزان. من کامل حرفاتون رو قبلش متاسفانه نتونستم بشنوم، ولی خب این موضوعی که الان توی فراخوان دیدم حق برابری بود و میخواستم در مورد این موضوع خود صحبت بکنم. متاسفانه الان جوری شده که خانوم ها یه سیستم اومده به اسم فمینیست و وقتی اسم این فمینیست میاد خود به خود همین اسم بدون این که در موردش چیزی بدونن تصمیم میگیرن و قضاوت میکنن و تا اسم فمینیست میاد اصلا دیگه چشم و گوششون رو میبندن. اکثر آقایون، این چیزی که دارم میگم از دوربریای خودم و دوستای خودم بوده، چشم و گوششون رو میبندن و انگشت اشاره رو میگیرن به سمتشون رو قضاوت میکنن و میگن نه درست نیست، نباید اینجوری باشه، در حق ما هم ظلم شده، ما هم فلان کردیم، ما هم اینجوری شدیم. ولی میخوام همینجا بگم که این طرز فکر به نظر من اشتباهه، چون زن و مرد کنار هم همدیگر رو کامل میکنن و باید برابر باشن. اگه قرار باشه یکی پایین باشه دیگه نمیتونه رشد کنه، نمیتونه واقعا اون چیزی که هست رو نشون بده و این دوتا کنار هم هن که قشنگن. و اگر میگن که فمینیست یعنی که مردها باید کنار خانومها باشن، نه اینکه هدایتشون کنن یا بالا سرشون باشن یا اونا رو ضعیف بشمارن که حتما بخوان کمک کنن بهشون. اصلا یه به نظر من ذهنیت اشتباهی که الان توی این روزا جا افتاده. من دیدم مثلا جایی بوده که فقط با همین یک کلمه طرفو قضاوت کردن، مثلا به حرفش گوش نکردن که اصل حرف این دوستمون چیه، واقعا چی میخواد بگه. و همینجور دوست دارم به همه آقایون بگم که خود بیشتر یعنی اون چشم گوش تعصب، یعنی بدون تعصب در مورد این موضوع تحقیق کنن، نه اینکه گوش کنن و قبول کنن، تحقیق کنن ببینن اصلا موضوعش چیه، چرا چی میخوان، حقشون چیه و آیا این حق به درستیه یا اینکه واقعا دارن اشتباه میکنن. باید این یه چیزی که آدم باید تحقیق کنه، در موردش بره بپرسه، همینجوری نباید در موردش حرف بزنیم و بعد تصمیم بگیریم و تمامش کنیم. متاسفانه الان خیلی موضوع زیاد شده. امیدوارم روزی برسه که همه مردم، حالا چه خانوما چه آقایون، بتونن از روی تعصبی فکر کردن، یعنی بیان بیرون از این حالت تعصبی و تعصبی فکر به همه چی. چون وقتی که ما تعصب داریم در واقع چشم و گوشمون کر میشه و کور و کر میشه، نمیتونیم چیزی ببینیم، فقط منتظریم که حرف خودمون رو بزنیم. باز حالا در ادامه من نظری داشته باشم میگم خدمتتون. سپاس از شما. بله، حالا خانم ده بزرگی هم اگر که بتونن سوالشون رو دوباره تکرار کنن من ممنون میشم. بفرمایید خانم ده بزرگی. من سوالم این هست از آقایونی که بیشتر از آمار ما خانوما امروز توی این جلسه تشریف دارن، که نقطه نظرشون، دیدگاهشون نسبت به حقوق برابر، نسبت به زن، نسبت به جنس زن چی هست؟ ازتون خواهش میکنم شرکت کنین، نظراتتون رو لطفاً بگین، جهانبینیتون، افق دیدتون، اعتقادتون نسبت به جنس زن چی هست که بتونیم این تبادل اطلاعات سالم و درست رو با هم تو این جلسه داشته باشیم که مربوط هست به هم اوضاع امروز دنیا و ایران، هم موضوعی هست در مورد دقیقا الان بحث آزاد جلسه‌مون. ازتون خواهش میکنم نظراتتون رو بگین و خوشحال میشم که بشنوم که در انتها من
صحبتمو خدمتون بگم. بفرمایید، مایک برای شما آزاده آقای حمزه‌زاده عزیز. مجدد ببینید، از نظر من که به عنوان مرد هستم، زن مظهر زیبایی و شوق، مثل اینکه شما یه منظره قشنگی رو که نگاه میکنید واقعا حالتون خوب میشه. یعنی زنها داخل وجودشون این موضوع نهادینه است، یعنی هستش که دنبال زیبایی هن، دنبال چیزای قشنگ هن. یه دونه زن راحت‌تر میتونه عاشق بشه، معنی عشق رو راحت‌تر میتونه درک کنه. همونطور که شما گفتین، همدلی یعنی که بتونی خودتون رو جای کسی دیگه ای بذارید و اون چیزی که برای خودتون نمیخواین برای کسی دیگه هم نخواین و همینطور برعکس. به نظر من خانم‌ها تو این قضیه خیلی قوی‌ترن، احساساتشون خیلی بیشتر از آقایون کار میکنه و میتونن بیشتر این چیزا رو درک کنن. همچنین زن‌ها ببینید، مثل شاید شهیده باشین که میگن مادر زمین، یعنی زمینی که ما توش زندگی میکنیم مادر. زنها میتونن چطور بهتون بگم، میتونن یه چیزی رو به وجود بیارن، یه چیزی رو نمیدونم با چه کلمه بخوام این رو بگم، میتونن مثل این مثال میذارم براتون، مثل اینکه یه دونه تخمه، یه دونه میوه یا یه دونه گیاهی رو شما داخل زمین که دقیقاً خلق کنن، دقیقاً خالق هستن زنها، میتونن خلق کنن توی یک زندگی جدیدی رو میتونن توی خودشون خلق کنن. مثل زمین، وقتی شما یه دونه بذر روی زمین میکارید یه دونه درخت به وجود میاد. دقیقاً نقش خانم ها اینجوریه، یعنی واقعاً خلق کنندن و خیلی جایگاه بالایی دارن از نظر من، در که در این حال زیبایی، ذوق، شوق، یعنی واقعا کسی که با یه زنی بخواد زندگی کنه تو زندگیش همه اینا رو میتونه داشته باشه و باید از این زاویه به این موضوع نگاه کنیم. ممنونم به حرفتون گوش کردید. بسیار عالی، ممنون از شما. بفرمایید آقای تقی‌زاده، مایک بر شما هست. خسته نباشید همکارای محترم. عرض کنم که هیچ درجه بالاتر یا پایینتری در نظر من برای بانوانمون و آقایون نیست، همه توی سطحن. این 43 سال متاسفانه این درس هایی که از غیرت ایرانی مردهای ما سوء استفاده شد، طوری آموزش داده شد که غیرت به اینه که اون دختر کسی نبینه، غیرت به اینه که دختر توی تو خونه بشینه، اگه غیرت داری کار کن پول در بیار، اون تو خونه بشینه کار خون، یه سری آموزش های عذر میخوام اینطوری میگم احمقانه ای که از جمهوری اسلامی تحمیل شد به ماها، به تک تکمون اینطوری شد، در مورد مادرمون، در مورد خواهرمون. ماها باید متوجه باشیم بانوان هم خانوم ها هم دقیقا تو هم سطح ما هم، بلکه تو درجات علمی خیلی وقتا خیلی بلند پروازتر و خالقتر هم واقعا، یعنی اینو باید قبول بکنیم. یه جاهایی ببینیم فلان جایزه رو میدن به آقایون، فلان جایزه رو میدن به خانم‌ها، قبول کنیم دیگه. اگه ما یه ایده‌ای به ذهنمون بیاد، همونقدر همون ایده بزرگ میتونه به ذهن یه خانم بیاد که خیلی هم شاید سازنده باشه. متاسفانه تو این 43 سال با اون سیاست‌های ببخشید کثیفی که جمهوری اسلامی داشته، این فاصله رو بین مردها و زنها ایجاد کرد که خوشبختانه این غیرت اصیلی که تو وجود ایرانی ها بوده، تو وجود مردهای ایرانی بوده، این چند وقت اخیر کاملا بروز پیدا کرد، کاملا ابراز شد و تمام این سیاست هاشون به درک رفت. یعنی تازه الان متوجه شدن که مرد ایرانی پشت زن ایرانیه، همونطوری که زن ایرانی پشت مرد ایرانیه، تک تک ما پشت همین دیگه. تموم شد اون تفرقه ها، اینی که به اون نگاه نکنید، خودتون دارید متوجه هستید، دارید میبینید تمام حرفای جنسیتی احمقانه بود که از عهد دقیانوس داره میاد و همه رو به ذهن ما فرو کردن، همه رو توی ذهن بچه هامون گذاشتن. طبیعیه که این آموزش ها یه تأثیری بذاره روی یه پسری که این ناموس منه، تو اجازه نداری بهش نگاه کنی. خب اون پسر بچگی اینطوری آموزش دیده، ولی الان به نظر من با یه فرهنگسازی درست، با یه آموزش درست، به امید خدا با همین پیروزی که به صورت خیلی روز روشن برام واضحه که اتفاق میفته در مورد مردممون، در مورد مملکتمون، این آموزش ها عوض بشه که واقعا خانومامون دیده بشن. خانومای ما فوق‌العاده تو هر زمینه، همه خانومای دنیا، اصلا حالا من تعویض قائل نمیشم،
من در مورد دختران هموطن خودم میتونم صحبت بکنم، واقعا قدرتشون کم گرفته شده، یعنی کم دیده شده، دست کم گرفته شده، به خصوص از جانب ما. حالا هر چقدر دولت هر چقدر میخواد بیاد تبلیغات به خرج بده، بخواد حرفی بزنه، از چشمون بندازه دور از جون خانومامون، کلمات سخیف ضعیفه و جنس دو و این چیزها رو بخواد تو ذهن ما بکنه، اول از همه ما باید آگاه باشیم که خانومامون چقدر توانایی دارن، همسرمون، خواهرمون، مادرمون، به قول آقای یگانه، به قول آقای حمزه‌زاده، این خانوما، این اصلا زن یک خالقه، زن یه زندگی میبخشه به این به دنیا. آخه چطور میتونیم ما اینطوری باهاشون برخورد بکنیم؟ من کاملا امیدوارم با امید خدا این قضايا تغییر میکنه با موفقیتمون، با پیروزیمون، به امید خدا. مایک در اختیار شما، متشکرم. بسیار عالی، ممنون از شما. دوستان دیگه، بله، آقای رضای شایان هم دست بلند کردن، ولی خب همگی لطف کنید که زمان 3 دقیقه رو رعایت کنید، بعد اگر که مطلب اضافه تر شد لطف کنید دوباره دستتون رو بلند کنید. بفرمایید آقای شایان، مایک بر شما. سپاس از شما آقای یگانه. پیرو فرمایشات آقای تقی‌زاده و آقای حمزه‌زاده، واقعا این نمیدونم اسمشو میشه خرافات مذهبی گذاشت، اسمشو میشه به قول غربیا برین واش از درون مدرسه و از اون درون جنریشن اصلی گذاشت که از اول انقلاب 57 تا الان توی گوش تمام نسل ها خوندن که اگر مرد غیرت داری کار کن، زن باید توی خونه بمونه، دست به سیاه و سفید نزنه، این کارو بکنه، اون کارو بکنه. ولی الان به لطف میدیا، به لطف شبکه‌های اجتماعی داریم میبینیم که تمام اینا یک خرافات و چرندیاتی بوده که توی ذهن ما کرده بودن و نخواستن ما رو آگاه کنن. و تاریخ همیشه قضاوت خواهد کرد که چه کسی حرف اصلی رو میزنه. الان مثلا توی جوامع غربی، تا توی همین آلمان که خانم مرکل نخست وزیر آلمان بود، شما میدیدین که چقدر با مدیریت و گردش عالیشون تونستن یک کشور رو به خوبی اداره کنن و این نشون داد که دختران و سرزمین هموطن من میتونن اگر دیده بشن پتانسیل و گرایشات واقعی خودشون رو نشون بدن، تا این برابری به صورت یک نوا و یک دست شکل بگیره. و منم امید دارم به این که در آیندهی نچندان دور این انقلاب شکل میگیره و همه به حق برابر و آزاد میرسه. من مایک را. بسیار عالی، ممنون از شما. خانم ده بزرگی، مطلبی رو میخواین اضافه کنین یا اینکه؟ اگر عزیز دیگه میخواد نظرشو بگه من منتظر هستم. بعد من خیلی صحبت دارم ولی کوتاه و مختصر عرض میکنم خدمتون. شما بفرمایید، در طی برنامه دوستان خواستن مطلبی رو اضافه کنن، لطفا دست بلند کنن، فقط زمان 3 دقیقه رو لطفا رعایت کنن. واقعا خیلی ممنونم، خوشحال شدم از این همه اعتقاد قلبی تک به تک شما مردان عزیز. حقا که شما ایرانی بودن، سرافراز بودن لایقتون هست. من وقتی که فکر میکنم به عنوان جنس زن، حالا این انقلابی که الان داره رخ میده توی ایران، هممون وقتی بررسیش میکنیم میبینیم در حال حاضر توی خیابونا یا اونهایی که دارن اعتراض میکنن، خروش میکنن، خیزش میکنن، افراد جوان هستن، همه 18 سال، 16 سال، 17 سال تا 25 سال ماکسیموم 30 سال هستن. اونایی که تو خیابونا هستن و دارن پشتشون حمایت میکنن، پدر و مادرانی شاید همسن من هستن. ولی اصل تمرکز تمام، یعنی نقش اول، ستاره اولین کف خیابونا، تمام جوان و نوجوان 15-16 ساله تا 25-30 ساله هستن. این خیلی ویژگی مهمی است که این انقلاب داره رقم میخوره. یکی دیگه اتحاد و حمایت ایرانیای خارج از ایران که داریم میبینیم، شاهد هستیم که یک همبستگی و اتحاد بسیار واقعا غیر قابل تصور
و بی سابقه توی تاریخ داره رقم میخوره که بین ما ایرانی ها از استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپا، همه جا داریم، همه نه به جمهوری اسلامی میگیریم، همه یک صدا متحد شدیم. یه ویژگی دیگه، یه ویژگی دیگه انقلاب این هست که نه تنها سیاستمدارا، نه تنها تریبوندارها، نه تنها سلبریتی ها، بلکه مردم عمومی، شهروندان اروپا و آمریکا و دنیا هم از این ظلم با خبر شدن. دوستامون، دایره دوستای خارجی و بین المللیمون همش از ما دارن سوال میکنن چه خبره. اتفاقا خیلی خوبه که همه بدونن از حقیقت جنایت های جمهوری اسلامی که 40 و چند سال بر تک تک ما اومده، همه آگاه شدن. این یه ویژگی خیلی مهم دیگه یه که همه این حکومتی های کثیف جنایتکار نیان توی جامعه اروپا از تریبونشون، آزادیشون، دموکراسیشون، پولشون، دانشگاهاشون سوء استفاده کنن، بگن نه ایران گل بلبل، هیچ خبری نیست، نه بذارین این دروغ و فریبا زیر فرش پنهان نشه، بفهمند که چرا خیلی خبرم هست. این یه مورد مهم دیگه. یه نکته دیگه هست که هممون این دفعه نه به جمهوری اسلامی داریم میگیم دیگه، سر بنزین و معیشت مردم و حقوق کارگر و حجاب اجباری و فعالین سیاسی و فعالین محیط زیستی نیست دیگه، همه متحد میگیم آقا ما از بنیان تیشه به ریشه جمهوری اسلامی میخوام بزنیم، ما این حکومت نمیخوایم. اصلا گفته مردم دیگه اینه. یکی دیگه ای که مرگ بر آمریکا و انگلیس و دشمن خارجی و اجنبی و اسرائیل دیگه نیست، دیگه این فتنه درونه که باید از بین بره. این ویژگی هایی که الان خدمتون تیتوار عرض کردم واقعا هست که این انقلابی رو که حالا به قول شما عزیزان گفتین داره به دست زنان رقم میخوره، نه تنها برای ایران، برای زنان و مردان دنیا هم یک زنگوله، یک زنگیه که هوشیار باشین، آگاه باشین. اینقدر دنیای ستمگر سرمایداری مردانه و دیکتاتوری دیگه وقتش به سر اومده، دیگه آگاه باشین. همیشه زنار نسل جنس دوم حساب نکنین، این خیلی مهمه. و یکی دیگه خواهشی که ازتون دارم، از تمام شما انسانهای شریف ایرانی، مردان شریف ایرانی، واقعا سپاسگزارم که اقدر قشنگ دیدگاهاتون گفتین، که از ایدئولوژی خمینی گفتین، آقای شایان، آقای یگانه از انسانیت گفت، آقای حمزه‌زاده از برابری حق زن و مرد گفت و زیبایی زن. و من اینجا میخوام بگم که در پاسخ شما، مردها هم زیبا هستن، مردها هم جذاب و خوش تیپ هستن، خودتون دست کم نگیرین. زنها هم همیشه دنبال مردهای زیبا، خوش تیپ، خوش لباس، خوش هیکل، سالم، سلامت عقل، سلامت روان، سلامت جسم هستن. شما هم در جایگاه خودتون به عنوان یک جنس مرد دست کم نگیرین. اینه واقعا با اعتقاد میگم در پاسخ آقای حمزه‌زاده که تعریف بسیار واقعا زیبایی رو داشتن. ممنونم ازتون. و یکی دیگه باز آقای تقی‌زاده از برابری حقوق زن و مرد گفتن که درسته، چقدر از طرف جامعه، چقدر از طرف خانواده ما تربیت‌های غلط جنسیتی شدیم. رگ گردن مرد باید با غیرتش برافروخته بشه. خیلی خوبه که الان شماها با اون همه تحقیر، با اون همه توهین، با اون همه فریب، با اون همه تربیت غلط به این آگاهی، به این دیدگاه رسیدین و تعریف غیرت کلمات جنسیتی نیست. کلمات غیرت، کلمه غیرت به معنی احساس مسئولیت، به معنی همدلیه، به معنی تعهده، به معنی حمایت و پشتیبانی از به قول خودتون مادرتون، خواهرتون، زنانتون هست. و وقتی که ما نگاه میکنیم بیدار شدیم بعد جمهوری اسلامی، دیدیم اتوبوس زن و مرد، زنونه و مردونه شد، دیدیم مدرسه ها تفکیک جنسیتی شد، دانشگاه ها تفکیک جنسیتی شد، عروسی ها و پارتی های خصوصی و شخصی مون تفکیک جنسیتی شد، مرد یه ور، زن یه ور، تا رسید به جامعه و خیابون. دو تا خواهر برادر اگه تو خیابون را میرن یا میرفتن، اگر دو تا دوست پسر، دوست دختر، زن شوهر تو خیابون را میرفتن، اون موقع که زمان ما کمیته بود،
بعد رسید تا به الان گشت ارشاد، این همه نه تنها مازنا، شما مردارم تحقیر کردن. یعنی حکومت ایدئولوژی کثیف جمهوری اسلامی و خمینی با به غیرت در آوردن به اصطلاح رگ گردن شما مردان، اومد شما رو کرد ابزار کنترل زنان و غیر مستقیم ابزار کنترل خودش، که به اسم مرد، به اسم غیرت، به اسم همسر، به اسم برادر حق طلاق از زن گرفتن، حق حضانت فرزند از مادر گرفتن، حق خروج از کشور و داشتن پاسپورت مستقل از زن گرفتن، حق کار، تحصیل، حقوق برابر، دستمزد کار برابر، جایگاه اجتماعی برابر از زن گرفتن به واسطه مرد، یا پدرت یا همسرت. و تا به اینجا زن چقدر نجیب بود تو دنیا، چقدر زن به قول خودتون فداکار بود، مادر بود، ایثارگر بود، ولی دیگه زمانش به سر اومده و واقعا از اون طرف هم ظلم به مرد شد به اسم مهریه، که مردها بیان آقا مهرم حلال جونم آزاد، بیان به بهانه مهریه اقدر به زن ستم کنن، ظلم کنن، در اصل مهریت ببخش تا حضانت فرزندت بدم، مهریت ببخش تا اجازه طلاق بدم، مهریت ببخش تا اجازه خروج از کشور بدم. یعنی همون جور غیر مستقیم و زیرکانه و زیر پستی اومدن مرد و زن در مقابل هم قرار دادن معامله بکنن با هم، که خودشون بتونن تفکرات کثیف کنترلگری به اصطلاح اسلام و ایدئولوژی خودشونه برای داشتن ایران وسیع 80 میلیونی و به اون بزرگی و عظمت سطح جغرافیایی رو به دست بگیرن و داشته باشن. ماها باید هوشیارتر باشیم، ماها باید باهوشتر باشیم، و خوشبختانه خوشحالم از اینکه خواستم ازتون دیدگاهاتون رو بشنوم به همین دلیل بود که شماها اگر بخواین ازدواج بکنین تا وقتی که قوانین جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در رأس هست و برقرار هست، شما اگر کره ما هم بری بخوای با یک زن غیر از ایرانی هم ازدواج کنین، هنوز تبعیت قوانین کثیف و تحقیرانه و توهین آمیز جمهوری اسلامی شاملتون میشه، جز اینکه خودتون تو یک رسمی قانونی بتونید خودتون و پارتنرتون به یک حقوق برابر، به یک تعهد برابر، به اصطلاح یک قراردادی رو بین خودتون داشته باشید. کلمه فمینیستی رو من میخوام خدمتون بگم، حق با شما 100%. فمینیست یعنی حقوق برابر زن و مرد، یعنی نه که زنا بخوان بر مردا بالاتر باشن، نه، قطعا زن از نظر بدنی ضعیف هست. چرا من وقتی که بخوام یه مثلا پیچی رو محکم کنم یا یه کار که نیاز به استقامت مردونه داره، بدنی داره، از یک مرد کمک میگیرم؟ این بحثش جدا هست، اون به خاطر ویژگی بدنی و جسمیه که خب بالاخره ما اینجور خلق شدیم، شما جنسیت و بدن و فیزیکالت اینجوره، زن اینجوریه، و در این حال نه بده نه خوبه، نه ضعیفه نه قویه، متفاوته، و زن و مرد هست که در کنار هم کامل میشه. ولی اونجا که میادم از فمینیست و برابری میزنه، یعنی حقوق انسانی برابر. خیلی خوشحالم و خیلی ممنونم ازتون که این همه واقعا شماها که اینقدر جوان هستین و مرد هستین و هممون واقعا به این دیدگاه، به این تفکر، به این هدف مشترک رسیدیم، که به قول آقای حمزه‌زاده بودن فکر کنم یا تقی‌زاده، بتونیم واقعا برای آزادی، برای برابری، برای رهایی از این دیکتاتورها که با فریب، با تربیت غلط، با معنی کلمات غلط همش ما رو کنترل کردن و حکومت کردن، به اون هدف آزادی و برابری و شادی تک تکمون واقعا دست پیدا کنیم. ممنونم ازتون. بسیار عالی، ممنون خانم ده بزرگی بابت توضیحاتتون. آقای تقی‌زاده دست بلند کردن، مایک برای شما آزاد میشه، مطالبتون رو بفرمایید، فقط سلیقه رو رعایت کنید که بتونیم از بقیه دوستانم استفاده کنیم. بفرمایید. بله، روی چشم. نه خیلی کوتاه فقط یه عرضی رو خدمتون بگم، از دوستان خواهش میکنم قطعا هر کدوممون به هر نحوی که میتونیم و از پسمون برمیاد داریم برای وطنمون، برای هموطنامون داریم تلاش میکنیم. من مطمئنم که تک تکمون این کارو داریم انجام میدیم. خب من توی فضاهای دیگه ای دارم این کار انجام میدم،
فقط خواهشم از همکارا و دوستانمون اینه تو رو خدا وارد بازی های پروپاگاندا و این سیاست های کثیف جمهوری اسلامی نشید. من شبانه روز تو توییتر دارم دنبال میکنم، شبانه روز تمام توییت ها رو میخونم، تک تک اخبار و خبر دارم. شما نمیدونید با چه حربه های کثیفی موضوعات خیلی ساده و مشخص شده ما رو به چالش میکشن. سایبری ها، همین ارزشی های ببخشید کثیفی که الان وجود دارن که ذهن ما رو پرت بکنن از هدفمون. فقط میدونم که همه مطلعن، حالا شاید اصلا حرف من چیز زیادی باشه دارم میگم، فقط خواهش میکنم وارد بازیای امثال اینها نشید، چون دارن دقیقاً دارن کارهایی که سریای قبل میکردن و سر مردم پیاده میکنن، این تمرکز از مردم بگیرن. گزینه‌های خیلی ریز پیش پا افتاده ای که اصلا هیچ ارتباطی هم به این انقلاب نداره رو مطرح میکنن فقط برای اینکه تفرقه بندازن. ماها هدفمون یه چیزیه، این لعنتی ها که برن من مطمئنم انقدی نخبه داریم، به قول خیلی از دوستان ما یه جماعت رهبر تو بند 209 داریم، یه جماعت مثل سارینای عزیزمون داریم که با 16 سال سن از من 30 و چند ساله بیشتر میفهمید. حرفاش و فیلماش نگاه میکنم خودم واقعا تو عجبم، یعنی یه بچه تو این سن و سن چقدر میتونه با فکر باشه، انقدر فهمیده باشه. به خدا از این رهبرا کم نداریم توی مملکتم. تو رو خدا فقط وارد بازی این چیزای جمهوری اسلامی نشیم. ممنونم که در وقت دادیم به من. ممنون از شما جناب تقی‌زاده. بله دقیقا همینطوره. در رابطه با حق برابری هم که منظور اصلی ما حق برابری در اداره امور کشور هست، همین هست، یعنی اینکه هر کس حق داشته باشه که در امور عامی مملکت خودش، چه به صورت شخصی که ما بارها و بارها طی انتخابات‌های گذشته که نشون دادن هر سال، یعنی ما اگر بخوایم از سال 88 به این ور که یه زمان کوتاهی از در تاریخ ایران بخوایم نگاه کنیم، از سال 88 به بعد هر شخص ایرانی نشون داد با رأی ندادنش به جمهوری اسلامی که هر سال ریزش خیلی بزرگی داشت و به غیر از اون کسانی که در ادارات بودن مجبور بودن، و یا اینکه من فکر میکنم سال 91 بود یا سال 90 بود که من سرباز بودم، که ما رو اجبار کردن که بریم شناسنامه هامون رو، سه روز به ما مرخصی دادن که بریم شناسنامه ها رو بیاریم و توی پادگان حتما ما باید رأی مینداختیم، و به غیر از اونهایی که مجبور هستن به جمهوری اسلامی رأی بدن، خیلی از اقشار مختلف جامعه، خیلی بخش عظیم جامعه به جمهوری اسلامی رأی نداد. یعنی این یک گام برای برداشتن به سمت دموکراسی بود، و یا اینکه نمایندگانی انتخاب کنن که از طرف مردم حرفشون رو زده بشه. ما اگر تو بخش کارگری بخوایم نگاه کنیم، آقای اسماعیل بخشی هست، خانم سپیده قلیان هست، و یا دیگر فعالینی که نماینده بودن، نماینده بخش بزرگی از کارگران بودن، اعتراض کردن و اونا رو زندانی کردن. یعنی شما هر جوری که بخواین حساب کنید، برای حق برابری، برای اینکه مردم آزاد باشن در کشور خودشون، از هر طریق سعی کردن که به این مهم دست پیدا کنن، ولی خب جمهوری اسلامی متاسفانه سدی شد بر تمام این خواسته هایی که مردم داشتن. و یا حالا اگر بخوایم برای حق برابری صحبت کنیم و برسیم به این که چطور میتونیم به حق برابری برسیم، ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که در مورد آزادی عقیده، ماده 19 آزادی بیان، ماده 20 حق تجمع و تظاهرات صلح‌آمیز هست. یعنی ما اگر تک تک این حقوق را داشته باشیم، میتونیم بگیم که در راستای حق برابری گام برداشتیم. ولی خب متاسفانه جمهوری اسلامی کاری رو کرده و چنان دیکتاتوری رو به وجود آورده که متاسفانه هیچ کس نمیتونه به اون حقی که خواهانش هست برسه. دوستان اگر که طی صحبت‌های من حالا مورد و یا مطلبی هست، لطفاً دست بلند کنید که بتونیم از گفته‌های شما هم استفاده بکنیم. ماده 5 رو من می‌خواستم بگم که در رابطه با شکنجه ممنوع هست.
ممنوعیت شکنجه به هر طرف. شما ببینید که الان کسانی که در ایران بازداشت شدن، حالا به اتهام‌های مختلف، یکی روسریشو در آورده، یکی به قولی آزادی عقیده خواسته، یکی آزادی مطبوعات خواسته. شما ببینید مثلا الان در مورد آزادی مطبوعات توی هفته گذشته چند تا روزنامه رو بستن، چند تا خبرنگار رو که حالا هم از کشورهای مختلف اومده بودن تو ایران، هم خبرنگارایی که مال خود ایران بودن و گزارش تهیه می‌کردن رو بازداشت کردن. خب این خودش نشون میده که جمهوری اسلامی نه تنها بر اون اصولی که توی قوانین اساسی، توی قانون اساسی آورده پایبند نیست، بلکه داره بر ضد اونها، بر خلاف اونها عمل میکنه. قوانینی که توی اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده و خودش رو موظف دونسته که انجامشون بده، داره بر خلاف اونها قدم برمیداره. دوستان خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. لطفاً دست بلند کنید و نظرات خودتون رو بگین که ما چطوری میتونیم که به عنوان شهروندان، هم به صورت انفرادی هم به صورت تجمعهای صلح‌آمیز و به قولی کارهایی که مدنی باشن، اعتراضاتی که مدنی باشن، چطور میتونیم به این حق برابری برسیم. من خوشحال میشم که ببینم دوستان دست بلند میکنن و توی بحث شرکت میکنن. بسیار عالی. در رابطه با حق تظاهرات و حالا اون اتفاقاتی که جدیداً در ایران افتاده، حق تظاهرات به قولی توی قانون اساسی هم در موردش صحبت شده که قانون اساسی در اصل فکر میکنم 26 قانون اساسی باشه، در اصل 26 قانون اساسی گفته شده که تمام احزاب، انجمنها، اصناف مختلف و مردم عادی میتونن تظاهرات کنن، یعنی تظاهراتی که حالا صلح‌آمیز باشه و نیازی یا خدشه‌ای به اسلام وارد نکنه و مخل نظام اسلامی نباشه. شما ببینید مثلا الان تظاهراتی که برای فرهنگیان اتفاق افتاده بود، فرهنگیان بازنشسته‌ای که حداقل 60-70 سال سنشون بود، اومده بودن تظاهرات انجام داده بودن، مسالمت آمیز هم بود، حرفی هم غیر از حق خواهی نبود و هیچ گونه توهینی هم به مبانی اسلام نکرده بودن. خب اونا رو گرفتن، زدنشون، یه تعدادشون رو بازنشسته هایی که یک عمر زحمت کشیدن برای دانش آموزای ایران، به ثمر رسوندن اونا رو، یه تعدادی رو زدن، یه تعدادی رو بازداشت کردن. و شما الان قانون اساسی رو بخواید بخونید، توی تمام ماده ها، توی تمام اصلا و بندهاش، وقتی که حالا به نوعی اومده یک جور متفاوت از اعلامیه جهانی حقوق بشر رو توضیح داده. مثلا حالا اگر من بخوام مقایسه بکنم، ماده 20 حق تجمع و آزادی هستش، اعتراض در اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب در اصل 26 اومده همین رو گفته، گفته جمعیت ها، انجمن های سیاسی صنفی، انجمن های اسلامی و غیره اجازه دارن که تظاهرات انجام بدن به صورت مسالمت آمیز و در آخرش اومدن گفتن که برخلاف مبانی اسلام نباشه. خب این وقتی این مبانی اسلام رو میارن، شما ببینید هر جایی که مبانی حالا منافع جمهوری اسلامی، من فکر میکنم جمهوری اسلامی یه طرفه، مبانی اسلامی هم یه طرفه، دلیل نمیشه هر کس مسلمان باشه آدم بدی باشه و هر کسی که به قولی پیرو این جمهوری باشه حتما مثل اونا هست. خیلی ها هستن که از نسل 57 و هیچ اطلاعی ندارن و اگر که مثلا همه الان هم از اون 80-90 ساله ها بخواییم بپرسین، شاید هنوز هم خمینی رو توی ماه ببینن چون آگاهی ندارن. ولی خب اون مبانی اسلام من فکر میکنم از خود جمهوری اسلامی جداست و جمهوری اسلامی اومده مبانی اسلامی رو یه جورایی دلیلی آورده که بتونه هر جا که بر ضد جمهوری اسلامی هست، هر جا بر ضد
منافع جمهوری اسلامی هست با اون حربه ای کنه که بتونه تظاهرات رو و اعتراضات به حق مردم رو سرپوش بذاره و از بین ببرتشون. خب آخر هر اصل اساسی که شما نگاه کنید، قوانین اساسی که نگاه کنید، یه اسلام اومده و بعضی جاها هم اومده که گفته قانون تعیین کننده هست که آیا این بر ضد اسلام هست یا نه. الان اتفاقاتی که در ایران افتاده، خب خود این جمهوری اسلامی باعث شده که مردم از اسلام زده بشن. حالا در گذره از این که آیا اسلام حق است یا نه که اون اصلا ما نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم، و همینقدر که پیروان مختلف داره ما بهش به عنوان یک دین احترام میذاریم، ولی خب ببینید که جمهوری اسلامی چه کار کرده که مردم هم از جمهوری اسلامی زده شدن، هم از دینی که حالا ممکنه تعدادی به اون اعتقاد داشته باشن، و این خودش باعث یه شکاف فرهنگی و مذهبی دوباره میشه. اگر که فردای انقلابی وجود داشته باشه و مردم بخوان کنار همدیگه باشن، همین جمهوری اسلامی هست که مشکلات بعدی رو به وجود آورده و باعث یک شکاف مذهبی بزرگ بین مردم ایران شده. یکی از دوستان، بله، خانم رضاوند دست بلند کردن. بفرمایید خانم رضاوند، مایک برای شما آزاد. مرسی، خسته نباشید. جناب یگانه، صحبتتون متین درسته، اما یه مطلب این که جمهوری اسلامی شاید یه خورده همه میان میگن که باعث شد که دین اسلام خراب بشه. به نظر من اتفاقا یه جمله که بابای من همیشه میگه و من الان متوجه منظورش میشم، اون موقع همیشه میگفت اتفاقا این جمهوری اسلامی باعث میشه که مردم آگاه بشن از این خرافاتی که به اسم دین بین مردم ریشه دوونده و اینقدر قوی هست که شما با حتی با مرگ اون شخص هم نمیتونید ازش جدا بکنید، چون حک شده تو ذهن اون شخص و تو ذهن بچه‌هاش هم حک میکنه. جمله‌ای که واقعا میگم، خیلی من بچه بودم داشت صحبت میکرد، رو صبر کنید، همین جمهوری اسلامی باعث میشه خود مردم فاصله بگیره از این خرافات، آگاه بشن، متوجه بشن چقدر اشتباه میکنن. شاید پدران ما، حالا من پدرم اون نسل قدیمه رو از اون موقع، حالا بخاطر کتابهایی که میخوند، معاشرتهایی که داشت میدونست، ولی به هر حال هستن نسلهایی که مثلا اینطور مادر بزرگ من حاضر نیست قبول بکنه. اما همین دهه 80 های نسلهایی که میبینید، اون آگاهی است، هزینه داشت برای ما. اما ما چون بحثمون حق برابریه، درست میگم؟ در ارتباط با یکی از مشکلاتی که ما داریم، این حق برابریه توی تمام دنیا این مشکل وجود داشته. شما برید تاریخچه در واقع اعتراضات زنان رو مطالعه بکنید، همه کشورها اینو داشتن، زنان قیام کردن و این حق و حقوق رو گرفتند. ما این حق و حقوق رو داشتیم، چون ایران جز اولین کشورهایی بود که شاه اومد حق رأی رو به ایران داد. و یکی از دوستانی که توی سوئیس فکر میکنم هست، خب بعد از اون سوئیس رو این حق برابری رو، حق رأی رو به زنان داد. اما این اومدن از ما گرفتن، ما رو برداشتن بردن به 1400 سال قبل بر اساس منافع شخصیشون. به همین دلیل هم که سند BC یونسکو امضا نشد. دوستمون جمله زیبایی رو گفته بود از زبان چرچیل، درسته؟ وقتی که زنان یک کشور تحصیل نکنن، بی سواد باشن، حق و حقوقی نداشته باشن، نسلی رو پرورش میدن که سر به زیر باشن و در ارتباط با اعتراضات سکوت کنن. مهمه. من این چیزایی رو که میگم واقعا درس هایی که از خانواده‌ام گرفتم، چون پدر من درس خوند، کتاب زیاد میخوند. زمانی که ما میرفتیم درس بخونیم، خانمی برمیگشت، دوستانی بودن، گفت به من، پسرمون گفت شما برای چی میره کنکور میده، آخرش ببخشید بعد کنه بچه بشوری، چه فرقی میکنه؟ پدرم برگشت گفت دخترم، مادر تحصیل کرده لیسانسه خیلی بهتر هستش که مادری که اصلا سواد نداره، اون هم وظیفش بچهشو بشوره کنه، بچهشو بشوره، ولی خیلی تفاوت داره چی بهش یاد میده. هر دو وظیفشون فقط بزرگ کردن است، پرورش با بزرگ کردن فرق میکنه، هر دو باید بچه رو بزرگ کنه، اما اون چطور پرورش میده، این چطور، تفاوت میکنه. بنابراین همیشه میگفت اگر روزی من مجبور بشم انتخاب بکنم کدوم یکی از بچه‌هام یکیشون انتخاب کنم بخواد بره تدریس کنه، دخترمو میفرستم درس بخونه، ببخشید درس بخونه، دخترمو میفرستم درس بخونه، چون بچه‌ها زیر دست این بزرگ میشن.
بنابراین نقش زن مهمه. به همین دلیل حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های مذهبی دست روی زن میگذارن، به عنوان شهروند دوم سرکوبش میکنن و مردها رو طوری بار میارن، البته جسارت به این جمع نباشه، کلی عرض میکنن، که باید اینا رو سرکوب کنید. باید خانومی که پسر کوچیکی که بزرگش کرده بهش میگه به چرخ رو سری سرت نیست، کجا رفتی، برای چی اومدی، به مادرش دستور میده، به خواهرش، به خودش اجازه میده دستور بده، در حالی که این مرد باید کسی باشه وقتی تو خیابون میره اگر شخص دیگری به دختر دیگری، مهم نیست مال این سرزمینه، اهانتی که جلوش بیسته، خودش مسرت خواهرش رو میبره یا میکشه یا حرکت انجام. به همین دلیل هست این حق برابری ها داده نمیشه به خاطر حکومت خودشون. اما چه کسی باید مانع این بشه؟ من و شما. نباید کورکورانه و این کارها، این سخنرانی ها، این برنامه های ما مانع از این میشه. و چرا الان زنان ما رفتن جلو؟ و اون وقت متوجه شدیم، تازه الان متوجه شدیم مردان ما اتفاقا چقدر حامی هن. منتها جلو نمیرفتن که صداشون در بیاد، نمیتونستن اینو بیان کنن. این زنی که همیشه میگن پشت یه مرد موفق همیشه یه زنی هست، بس اینقدر شجاعت رو داشتن، حالا به خاطر خلقتشونه، به خاطر هر چیزی که میشه اسمشو گذاشت، من وارد اون مبحثش نمیشم، این شجاعت رو، این رو ایجاد کردن که مردها هم یا وارد گود بشن، وارد میدان بشن. علتش اینه، وگرنه اون سند 20 یونسکو همین رو بیان میکرد. ما از همونجا باید میدونستیم، متوجه میشدیم که چرا اینها نمیخوان این حق برابری رو به زن بدن. ممنونم. بسیار عالی، ممنون از شما خانم رضاوند. دقیقا منم با شما موافق هستم، ولی خب به قولی حالا پدر شما خیلی صحیح فرمودن، ولی خب من فکر کنم پدر شما منظورشون حالا شاید اسلام شیعی جمهوری اسلامی بوده، چون یه جورایی میگم من خیلی خوشحالم که این اتفاقات افتاد و جمهوری اسلامی ذات خودش رو به تمام مردم دنیا بلخص مردم ایران نشون داد. من خب حالا به واسطه خوشبختانه دریچه‌ای که کانون دفاع از حقوق بشر باز کرده، خب سطح دیدم نسبت به مذاهب مختلف خیلی بیشتر شده، خیلی یاد گرفتیم. ما قرار شد که اینجا اول خودمون یاد بگیریم و بعد به دیگران یاد بدیم، و من میگم خیلی خوشحالم، سپاسگزارم که تونستم تو این راه بیام، تو این مسیر بیام و از طریق کانون دفاع از حقوق بشر یه چیزایی رو که شاید جزئی بود ولی بهش دقت نمی کردیم رو یاد بگیرم. و من حالا بعضی موقع شبکه‌های سنی مذهب اهل تسنن رو که میبینم، اصلا میگم حالا درگذر از این که اسلام شاید انتخاب منم نباشه، ولی خب اون چیزی که اهل تسنن میگن با اون چیزی که شیعیان میگن خیلی متفاوته. میگم من دفاع نمی کنم، هر دوشون به خاطر پیروان مختلفی که دارن، به خاطر پیروان زیادی که دارن، و من به عنوان فعال حقوق بشر به هر دو مذهب و دین احترام میذارم، همینطور بقیه ادیان دیگه، ولی خب اون چیزی که جمهوری اسلامی خوشبختانه به مردم نشون داد اون ذات خودش بود که به وسیله حالا این شریعت شیعی که توی ایران و متاسفانه توی افغانستان و یمن و عراق و اینا راه انداخته تونستیم ببینیم. مایک دستتون بالاست، بفرمایید، مایک برای شما هست. میبخشید، نمیخوام بحث دو طرفه بشه، امیدوارم دوستان دیگه هم نظری داشته باشن، ابراز بفرمایید. من اینجا بحث دین نمیکنم، چون یه چیز دیگه است، یه مبحث خیلی فلسفی و جامعه شناسی بزرگه و باید یه بحث دیگه ای بکنم. اصلا کلی عرض کردم، وقتی قانون اساسی ما میگیم دین از سیاست باید، از دولت اصلا باید جدا باشه، از سیاست باید جدا باشه، دین یه چیز دیگری میگوید، سیاست چیز دیگری میگوید. شما به خاطر سیاست، به خاطر منافع کشورت ممکنه مجبور بشی دروغ بگی، ممکنه باید قراردادهایی ببندی که تو دین درست نیست، دین یه چیز دیگه است، اصلا باید کاملا متفاوت باشه، چون یه دین به نظر من یه شخصیه. من نمیخوام شیعه رو زیر سوال ببرم، نبیگم سنی بهتره، نبیگم شیعه بده، هر کس بستگی به چیز شخصی خودمه، مربوط به خودمه، دلم میخواد شیعه رو قبول کنم یا نکنم، سنی باشم، مسیحی باشم، یهودی باشم، کاملا شخصی و مربوط به اون شخصه. تا زمانی که مانع و باعث آزار دیگران نشود،
من را ارتباط عاطفی که با خدای خودم دارم کاملا شخصیه. اما وقتی وارد سیاست میشه، وقتی وارد اجرای قوانین میشه، قضیهش متفاوت میشه. هنوزم میگم باید از قانون اساسی بخشی که مگر مانیدم طبق قوانین اسلام باشد بره. حالا این اسلام قوانینش خوبه یا بده، کاری اصلا وارد این بحث من نمیشم، هیچ نمیخوامم، چون اصلا نه سوادشو در اون حد دارم نه چیزی. صحبت من اینی که خیلی از مردم رأی دادن که بله قوانین ما باید مطابق با اسلام باشد، ولی اون زمانشو فهمودن، بعدا مردم آگاه میشن و متوجه میشن که این اشتباهه، نباید دین و وارد اجرا کنه، چون اصلا متفاوته، یه چیز جداییه. سیاست و اداره یک کشور یه چیز جدا، قوانین مدنی رو میطلبه که هر روز باید آپدیت بشه، اما شما نمیتونید قوانین دینی رو آپدیت کنید. شما طبق قرآن اینو گفته، شما میتونید قرآن رو بروز کنید؟ میتونید تبصره بهش بدید؟ نمیتونید. ولی یک کشور بر اساس قوانین اساسی و قوانین مدنی که هر روز چیزهای جدیدی میاد و تبصره‌های جدیدی بهش اضافه میشه اداره میشه. پس این کار رو مشکل ساز میکنه. نمیتونیم یک کشور رو عادلانه اداره کنیم بر اساس نوشته هایی که هرگز قابل تغییر نیست. نمیتونید شما تغییر بدید. میتونید قانون جدیدی اضافه کنید، قرآن، بند جدید، تبصره جدید، استثناء، نمیتونید. مگر این تفسیرها که من تفسیرم اینه، تفسیر که نشود حرف، ولی قانون اساسی رو شما میتونید تغییر بدید، میتونید بند اضافه کنید، تبصره اضافه کنید، حذفش کنید، حق شماست، چون چیزهای جدیدی میاد. بنابراین صحبتشون این بود، مردم خودشون آگاه میشن، ولی یه عده ناآگاهانه میگفتن نه ما همین رو میخوایم، کشوری میخوایم که فلان. نمیشه، مقدور نیست، و همین دلیل باید از هم جدا بشه تا بتونیم این برابری حقوق زن و مرد. طبق قرآن زن با مرد برابری ندارد، طبق شاید تو آیین انجیل هم باشه، شاید تو یهودیان باشه، من نمیدونم، ولی طبق قوانین اساسی اینها تغییر میکنه. زن حق حجاب داره، اختیارات داره، میتونه تحصیل کنه، میتونه خودش ازدواج کنه، میتونه سفر کنه، میتونه بدون اجازه شوهر اصلا میتونه ازدواج نکنه، قانون ازدواج برداشته بشه، هر تو دلش میخواد کار کنه، میدونید تمام اینها میشه اضافه، ولی به قرآن، به انجیل، با تورات نمیتونید بند و تبصره اضافه کنید. منظور من این بود که این برابری ها اون وقتی جدا بشه اینها هم درست میشه. ممنون. و اینها هم نمیتونن این کارو بکنن، چون گفته طبق اسلامی برابری مجبور پای صحبتش بمونه، تغییر هم نمیتونه بده، چون میشه دو چوب دو سر طلا، نمیتونه کارام بکنه، مجبور بکوبه، شما رو سرکوب کنه، زنان رو سرکوب کنه، همینی که هست. من نمیتونم حرفمو عوض کنم، چون قرآن رو نمیتونم عوض کنم. بسیار عالی، دست شما درد نکنه خانم رضاوند که توی بحث شرکت کردین. من از دوستان دعوت میکنم که اگر که مطلبی دارن در رابطه با حق برابری و اعتراضات، لطفا دستشون رو بالا کنن و در این مورد صحبت کنن. دقیقا من هم با شما هم نظرم و برای رسیدن به حق برابری در یک جامعه به نظر من اولین گامش اینه که حق دموکراسی داشته باشیم و جامعه در راستای دموکراسی پیش بره، یعنی که خود مردم تصمیم بگیرن که چه باشه سرنوشت اون جامعه و اون کشور، و تا وقتی که حق دموکراسی اجرا نشه هیچ انتظاری از جمهوری اسلامی و یا دیگر حکومت‌های دیکتاتوری نمیشه داشت که بخوان در راستای حقوق برابری، حالا چه بین زن و مرد و چه بین بقیه اقشار جامعه، بقیه احزاب مختلف جامعه، حق برابری رو ایجاد کنن. من یه موضوع خیلی کوتاهی رو میخواستم بگم، حالا چون داریم به ساعت 4 نزدیک میشیم، بعدش هم کمیته ادیان هست، زمان زیاد نداریم، ولی خب یه موضوع بود که من دیروز برخورد کردم بهش توی تظاهرات جلوی سفارت ایران ما بودیم، و حالا خوشبختانه آقای شفایی خیلی بعضی موقعا نظرات خوبی میدن که مثلا صحبت کنید با مردم، ببینید داستان چیه، این نظرش چیه، اون نظرش چیه. خب وقتی ما تقریبا 2 هفته پیش جلوی سفارت بودیم، یه بحث کوچولویی بین حالا 2 گروه مختلف ایجاد شد، یکی انجمن پادشاهی بود و حالا بقیه
هممیهنان بودن که یه بخششون هم کرد بودن که با هم سر پرچم مشکل پیدا کرده بودن. و من اونجا به این نتیجه رسیدم که تا وقتی که ما خودمون، حالا منظور من از اون انجمن حالا پادشاهی بود که تعدادشون شاید یکم بیشتر بود و یا شاید اون بیبیلیگونگ و اجازه تظاهرات مال اونا بود و بقیه مردم همراه شده بودن، چون من فکر میکنم تو اون جمع اکثرا نه به عنوان یک حزب مشخص بلکه برای ایران، برای اون اتفاقاتی که تو ایران افتاده، برای اون جوانانی که کشته شده بودن اومده بودن. ولی خب تا اون زمانی که ما نخواهیم این حقوق رو، این آزادی بیان رو داشته باشیم و بهش احترام بذاریم، هیچ وقت این حاصل نمیشه. حالا چه میخواد توی ایران کف تهران باشه، چه میخواد تو سوئیس جلوی سفارت باشه. یعنی چون بیبیلیگونگ مال اونا بود، بقیه اجازه نداشتن که عقیده‌ای غیر از اون عقیده داشته باشن که بقیه داشتن. و واقعا بعضی موقع آدم سرخورده میشه، بعضی موقع‌ها میگیم که چرا این اتفاقات میفته، چرا با این همه که ما الان توی اروپا هستیم اینقدر دیدها کوتاه میشه، اینقدر مثلا توجه نمیشه به این که اگر شما آزادی میخواین فقط برای شما نیست. و این فکر میکنم خیلی مهمه که ما از همینجا شروع کنیم، ما از همین جایی که داریم زندگی میکنیم با همین دوستانی که زندگی میکنیم تکرار کنیم و تمرین کنیم این حق برابری رو، حق آزادی بیان رو، حق عقیده رو، تا اینکه مردم هم تو ایران بتونن به این مهم دست پیدا کنن و بتونن در موردش یاد بگیرن. دوستان و عزیزان، اگر که مطلب دیگه این نمونده و سوالی ندارین در این رابطه، ما جلسه رو سعی میکنیم که به پایان برسونیم. لطفا اگر که سوال و یا مطلبی هست لطفا دست بلند کنید، در غیر این صورت ما جلسه رو به پایان برسونیم. جناب آقای پرویزی عزیز، بفرمایید. سلام دوستان، وقتتون بخیر، امیدوارم که سلامت باشید. ممنون از صحبت‌های خوبتون آقای یگانه عزیز. من فقط می‌خواستم یه نکته اشاره کنم. ببینید، بحث انقلاب یک به نظرم یک واژه خیلی قشنگه. تو هر زمینه شما وقتی یک دگرگونی ایجاد می‌کنی، یک واژه هم مقدس میشه هم یه مقدار، چون که بابت این اتفاقات بالاخره یک تلاش و یک همتی پشت این قضیه بوده. اما بحث دموکراسی در من تا الان که دارم صحبت میکنم همچنان خیلی دارم دنبال این میگردم که در اپوزیسیون هایی که وجود دارن یا حالا گرایش ها یا ایدئولوژی هایی که هست، هر چیزی اسمش میشه گذاشت، خیلی گشتم که جایگاه دموکراسی رو توی اون قضایا پیدا کنم. اینکه مردم این وسط چه کارن. خیلی متاسفم که این رو میخوام بگم، شاید خیلی از دوستان به نظر من مخالف باشن یا حالا در هر صورت دیدگاه های دیگری داشته باشن، اما من این جایگاه رو یا ندیدم یا اگه دیدم همچنان سوری میبینم، یعنی فقط جنبه تبلیغاتی داره. اینکه یک ایدئولوژی میاد میگه که فقط مردم، چون الان میدونه که لازمه به قدرت رسیدن فقط حمایت از مردمه، یعنی اینکه حمایت مردم رو داشته باشه بتونه به قدرت برسه. بنابراین این جنبه یک شعار شده دموکراسی در این اپوزیسیون ها. امیدوارم یک روزی برسه که با آگاهی این به واقعیت برسه و مردم اجازه ندن که هیچ اپوزیسیونی بدون اینکه حقوق مردم رو در نظر بگیره اصلا حق حتی کاندید شدن هم نداشته باشه، به دلیل اینکه مردم این مردم تنها گزینه ای هن که در هر شرایطی، در سختی ها فقط فشار روی اون هاست، در خوشی ها فشار روی اون هاست، در هر زمینه بابت سیاست های غلط درست هر چیزی که میبینیم این مردم هستن که فقط میبینیم آسیب میبینن و حالا بعضا کشته میشن، سرکوب میشن، بازداشت میشن و هزاران اتفاق برشون افتاد. ولی من خیلی دلخورم از این که هنوز من
یک دموکراسی واقعی رو ندیدم. الان دارم میبینم مثلا هنوز بعضی از اپوزیسیون ها هنوز اتفاق نیفتاده باربونه خودشون رو بستن و آمادن که بیان. درسته الان هنوز آنچنان تبلیغاتشون رو شروع نکردن بر انظار، ولی حضور غیر حضوری و حالا پشت پرده خیلی دارن این فعالیت ها رو انجام میدن. این انتخاب، این اعتراضاتی که امسال شد، یک مشکلی که من داخلش دیدم، خیلی شاید میگم من خیلی از صحبت هام مخالف زیاد داره و بعضا تا یه حرفی هم میزنید همه سریع جبهه میگیرن و بهم میگن شما زاویه دارید و این قضایاست، ولی خیلی از این اعتراضاتی که انجام شد و شعارهایی که سریهای قبل داده شد و الان داده نشد و پرچمهایی که در اعتراضات قبلها مثلا حالا سالهای گذشته بیرون اومد و الان نیومد، من فکر میکنم همه از سر سیاستی بود که اپوزیسیون ها داشتن این بازی رو میکردن و همچنان هم دارن ادامه میدن. امیدوارم فریب این مسائل رو نخوریم. این برای من خیلی مهمه که مردم اگر یک انتخاب میکنن یا حالا انتخاب هایی دارن، انتخاباشون از سر آگاهی باشه و از چاه به چاله یا چاه های دیگه نیفته. هرگز دلم نمیخواد نسلهای آینده مثل نسل ما خورده بگیرن از پدرامون که چرا اون انقلاب رو این شکلی انقلاب کردید. این برای من همیشه یک علامت سوال بوده و هست و همیشه یک مشکلی بوده که با نسل قبل داشتم. ببخشید من زیاد صحبت کردم. میگم صحبتام یه جوره که اگر یه مقدار جلوتر برم شاید بعضی از دوستان فکر کنن دارم زاویه دار صحبت میکنم، ولی میخوام این اتفاق بیفته. ممنونم. خیلی ممنون از شما آقای پرویزی. نه، صحبتاتون بسیار صحیح است و منم همین نظر رو دارم و میگم که اگر که انقلابی هم به وجود بیاد، این انقلاب، انقلاب مردم ایرانه، انقلاب ملت ایرانه و باید مواظب باشیم که هیچ حزب و جنایی این انقلاب رو که مردم براش خون دادن به اسم خودشون نزنن. منم فکر میکنم که بسیار بسیار کار درستی است که هم خودمون بدونیم، هم اگر میتونیم اطلاع رسانی کنیم که حالا با 4 تا پرچم یا 4 تا بنری که میارن و سرتاسر خیابون رو میبندن، انقلاب رو به اسم کسانی نزنن که کلن سالیان سال از ایران به دورن و نهایت کاری که انجام میدن در حد یک بیانیه باشه و یا یه 4 تا فیلم و 4 تا عکس باشه. مردم ایران دارن کف خیابون جون میدن و این انقلاب باید به کام مردم ایران با حق دموکراسی و به انتخابات گذاشته بشه و در آخر هم مردم ایران هستن که تصمیم میگیرن کی کار انجام بده و به قول خودشون حالا اگر که جمهوری باشه و دولت باشه باید خدمتگزار مردم باشه و کار مردم رو انجام بده. ممنون از شما. دستتون هنوز بالاست جناب پرویزی، بفرمایید. مایک برای شماست. من عذرخواهی میکنم، فقط خیلی کوتاه دعوت میکنم از دوستان که ما برای قضیه این اعتراضاتی که داره انجام میشه، ما معمولا از دوشنبه تا جمعه برنامه داریم، هر شب ساعت 6 جلسه داریم و مهمانهایی دعوت میکنیم. تمامیت ذهنمون اینه که صحبتهایی کنیم که برای آینده خوب باشه، نه اینکه الان در حال حاضر چه اتفاقی میفته و یا برای قبل چه اتفاقی افتاد. هرچند که با نگاهی به گذشته و حال خیلی دوست داریم که دوستان بیان صحبت کنن، دیدگاه هاشون رو بگن، اگر نکاتی ذهنشون هست بیان ارائه بدن که دیگران یاد بگیرن یا خودشون آموزش ببینن. صحبت های خیلی خوبی تو این جلسات داره انجام میشه. من دعوت میکنم، فقط این هفته ما جمعه جلسه چون جلسه کمیته محیط زیسته، جلسه اختصاصی ویژه حق اعتراض رو نداریم، ولی از دوشنبه تا پنجشنبه این هفته هر شب ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی جلسه برگزار میشه با مهمانهای مختلفی که از بیرون میان و من خوشحال میشم که از همه دوستان دعوت کنم که تو اون جلسات هم حضور داشته باشم. در همین اتاقی که الان حضور دارید، جلسات در همین اتاق برگزار میشه. مرسی، ممنونم. من عذرخواهی میکنم، فقط وقت از شما گرفتم. خواهش میکنم، سپاس از شما. دوستان اگر که مطلبی نمونده، من جلسه امروز رو به پایان میرسونم، ساعت 4 هستش و
و بعد از اون جلسه کمیته ادیان هست که اگر دوست داشته باشین میتونین اونجا هم شرکت کنین. من فراخوان رو میخونم و شما رو به خدا بزرگ میسپارم. امروز یک شنبه 9 اکتبر برابر با 17 مهر ماه 1401 ساعت 13 به وقت اروپای مرکزی جلسه نمایندگی اروپا کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار شد که در بخش اول گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر توسط سرکار خانم لیلا رمضان، بررسی هدف 14 از سند 23 یونسکو توسط سرکار خانم فیروزه ده بزرگی و همچنین سخنرانان آقای سپهر رضایی شایان، اعتراضات سراسری در سال 1401 و همچنین حمید رضا تقی‌زاده جنبش زنان بعد از انقلاب رو داشتند و بحث آزاد در مورد حق برابری بود. منشی جلسه سرکار خانم نادیا مشرف، ادیت و ضبط صدا محمد حسام فانی و سرکار خانم نادیا مشرف و همچنین خانم تنهایی هم لطف کردند که در این بخش ما رو همراهی کردن و کمک کردن به ضبط صدا. ادمین ها تشکر میکنم از خانم مینا آقا بیگی که هم به صورت مهمان و هم ادمین ما بودن امروز و آقای حسن حمزه زاده تشکر میکنم.